been face to face, you will not get my way. But I will not hesitate. Not no, for a second. Not. Or who knows? Sleep on inside, get warm by the fire, some coffee in here. I'll introduce you, Minnie. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ماشاءالله بیدا عجب هوایی شد. خیلی خوش آمدین، خیلی خوب. ببخشید من به حرفی شدم بیام خدمتتون. به ضیافت مافیای گردن کلفت قهوه این منطقه خوش آمدید. خیلی خوش اومدید. در جریان دیگه هستید، هم شما هم همه کسایی که دارن ما رو میبینن. ما این منطقه رو تبدیل کردیم به پایگاه یک مافیای گردن کلفت قهوه. اونم چه قهوه ای آقای علیرضا مهران؟ این قهوه قهوه خاصیه، از اون قهوه های معمولی نیست، یه قهوه خاصیه. هفته قبلم نوش جان کردیم، متوجه شدیم یه اثر ویژه‌ای داره. این هفته هم دوباره یه چیز ویژه آوردن، میل میکنید منم کنارتون هستم. اسمشو نمیگم، بذار نگم. چرا؟ بذار تو خماری بمونیم. آه نگم، بعدن کار دارم، بعدن میگم، الان زوده. فقط بدون قهوه خاصیه. خیلی خوش اومد آقای سید جواد هاشمی. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. من دوست دارم شما اصلا شروع کنید صحبت کردن. من تو بازم خودم بتکونم. بفهمید. عرض کنم که من البته اگه قرار صحبتی بکنم اعتراض نه، ولی گلایه بکنم. حق شماست. سخت گیری حضرت عالی و دوستانی که پشت صحنه باعث کیک من توی هفته پیش شدن. من واقعا اطلاق نکردم از نظر خودم، چون هیچ کسی توی این جمع اگه اطلاق صورت گرفته باشه باید حتما متوجه شده باشن من کی و چه نقشی داشتم، میتونستم منو سلاخی بکنن، ولی هیچ کسی اینو متوجه نشده بجز بیننده که میدونه من دکتر بازی هستم و کسانی که بیرون هستن به حضرت عالی. والله این جمع من اتفاقا اشاره کاملا غیر مستقیم کردم. این به اعتقاد من عجز شهروند، نه نگم، این نوع رفتار شهروندیه که من کمک بکنم به شهروندان، بگم دوستان عزیز من خودم رو توی شهر نگه داشتم. شما باعث شدی من توی شهر بمونم، خیلی متشکرم. شاید هم خودم باعث شدم توی شهر بمونم، از کجا میدونی؟ بعداً بعد از که فیلم پخش شد شاید معلوم بشه. این نگه داشتن من تو شهر یعنی چی؟ یعنی تونستم از خودم خوب دفاع کنم، یا شاید جلیقه‌ای داشتم که نتونستن منو بزنن، یا دکتری منو سیف کرده، یا خودم رو سیف کردم، یا هر چی. اطلاق به این که من دکترم نبوده، اطلاق به این که من دکترم نبوده. من خودم رو توی شهر نگه داشتم، من خودم خوب دفاع کردم. کمکش به شهر چی بوده؟ چی؟ کمک یعنی چه چی؟ یعنی که من اینو گفتم که به شهر کمک کنم، کمکش رو میشه باز کنیم؟ کمکش اینه یعنی که چی؟ مطمئن بشن من شهرم با من بازی کنن، کاری نداره. این که نه، یعنی این که کمک نیست. نه. آقای واشقانی فرمودن که اگر من نبودم تو شهر نبودی. بل. من باعث شدم شما تو شهر بمونی. گفتم از کجا میدونی مجید؟ شاید خودم باعث شدم که توی شهر بمونم. بله. حالا بعداً فیلمشو میبینی. بله. این که واقعا اطلاق نیست، هیچ کسم توی شهر متوجه این نشد. زد تو کمرت، یعنی گفت وقتی که یه نفر ازت سفیدت میکنه تو شهر نگرفته تو رو سفید نگه داشته. آره. ولی انصافا توی این سری بله ما که اصلا عرض کردیم که تو این بازی اصلا از کنار نقشتون رد نشین. با فکت میگم کیک داره، صد بار دیگه هم تکرار که صد بار دیگه هم کیک میکنیم. چرا؟ شما میگی آقا من شاید خودم رو نگه داشتم تو بازی، پخش میشه میبینی. یعنی چی؟ یعنی اتفاق شاید اصلا همین چیز درست میکنه. شاید من الان بلند میشم میگم شاید اصلا من دکتر بودم. بله. آقا من شاید مافیا باشم. بل. این اطلاق نیست. بل. من میگم آقا شاید من الان به شما بگم من شاید واقعاً مثلا آدرسی که به پخش میدین و دارن میگم درست میگم. شما پاشو بگو شاید من مافیا باشم، شاید شهر باشم،
نه اولا نمیتونی بگی شاید دکتر باشم، اسم نقش نمیتونی بگی، میتونی بگی شاید مافیا باشم. نگفتم که اصلا من اسم دکتر نه الان شما فرمودی میگی من پا میشم حتی اگه اینو بگم شما میتونی بگی کیکه، نه ولی وقتی من اصلا هیچ اسمی نیوردم شما هیچ... پاشو بگو من شاید مافیا باشم مگه کیکت میکنیم، نه پاشو بگو شاید من شهر باشم مگه کیکت میکنیم. شما گفت فرمودید که شاید من خودمو نگه داشتم تو بازی. آره دیگه پخش میشه میبینید، جمله پخش میشه میبینید یعنی چی؟ یعنی بیننده اتفاقی در شب افتاد که تو دیدی، منم میدونم، اینا نمیدونن. این یعنی آدرس به شبی که گذشت، آدرس مستقیم به اتفاق شبی که گذشت. قضاوت با مردم کرده بودین؟ بله دکتر بودم. خودتون رو سیف کرده بودین؟ بله بله. اصلا اصلا من خودم سیف کردم. اگر خودتون رو سیف کردین سید و گفتین پخش میشه میبینین، یعنی اینکه من دکتر رو بودم. بله حالا یه دست بزنید افتخار گاد که سختگیری میکنه، ما سختگیری رو دوست داریم. من در خدمتتون هستم. پس بچه‌ها اطلاق به نقش، نزدیک شدن به نقش هر گونه لطفاً انجام ندین، چون کیک است و از بازی مجبوریم با احترام خارجتون کنیم. به شب قبل هم اشاره نکنید حتی اگر کسی نفهمه، ما که میفهمیم. با منم گربه رو دم هجله دوستان خفش کرد. نکرم. خیلی خوب. حالا چون خیلی پسر خوبی هستی یا اصلا دکوشم. کی پسر خوبیه؟ کاغذ. آی دیر باز کی؟ کاغذ. کاغذ چشم. آها گفتی قهوه یا یه چیزی افتاده. یاد مادر کی افتاده؟ نه یه ما تو غرب وحشی کافه زدیم. میخوایم ببینیم قهوه اسمشو که نمیگین. چجوری باید تهیهش کنیم؟ آها. میخوای برای کافتون قهوه بگیری؟ تنها راهتون اینه که 5-6 هفته صبر کنی. میتونی صبر کنی؟ بله آقا. واسه این قهوه صبر. 5-6 هفته واسه این قهوه به نظر من 5-6 هفته میارزه که صبر کنید. حتما صبر کنید چون اسمشو چند هفته آینده خواهیم گفت و حالشو من خودم هم اولی مشتری میام کافتون. حل آقا. حل. من برای چی بور زدم؟ خانم کیه؟ شما خانم اوریه مقدم. همه زحمت کشیده بور زدم. خانم به روزمرش بازی کردیم. شما اولین دسته که داری اینجا بازی میکنی و همین همه بازی کردن. آقا موین پس شما لطفاً سریع‌تر ماسکت ببر بالا تو شب که اعلام میکنم. اسلو موشن نبر بالا. مرسی. میشه؟ باشه؟ شما هرچی دستور بدیم و هم کار انجام میدیم. من خواهش میکنم باشه؟ باشه. همیش که داریم میخوابین بچه ها یه نفر استقبال کنه از اینکه سر صحبت باشه. کی استقبال میکنه از اینکه سر صحبت باشه؟ هنوز کارت پخش نکردم. خانم حوری مقدم دست آوردن بالا. تصویب شد. خانم حوری مقدم قبل از اینکه کارت پخش بشه تعیین کردن که سر صحبت باشن. حل همه خواب. من میرم که کارت ها رو پخش کنم. سر صحبتم تعیین شد. همه خواب لطفاً. من از این ور بازار بیام از آقای دانایی شروع کنم. فقط آقای دانایی لطفاً کارتشون رو ببینم به منم نشون بدن. متشکرم. آقای تفتی لطفاً. سینیور تفتی. متشکرم. دیدم سینیور مهران. متشکرم. دیدم سینیور راستاد. دیدم سینیور شکیب شجر. دیدم این ور بازار سینیور سیامک هاشمی. این جلوه کدابه. متشکرم. دیدم سینیور زد. مستر زد. ببینم آقا منم. بله دیدم. سینیور واشقانی. متشکرم. سرکار خانم قفاری. متشکرم. سینیورا مقدم. اون
متشکرم. خب سینیور را بهروزمنش سپاسگزارم. دیدم سه دو یک اعلام روز میکنم. قبلا تایید شده بود سرکار خانم اوریه مقدم، لطفاً صحبت رو شروع کنن. بفرمید. سلام، اوریه مقدمم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. خیلی خوشحالم که دارم با حرفه‌ای ها بازی میکنم. خوشحالترم که توی دکی بازی میکنم که آقای کامبیز دیرباز گرداننده‌شه. نسیم. سه تا تارگت فیلینگی میزنم. به خانم‌ها تارگت نمیزنم چون تعدادمون کمتره. یه تارگت با آقای دانایی میزنم، یه تارگت با آقای مهران میزنم و یه تارگت با آقای هاشمی عزیز. به چرخه. سلام، من زهرام بهروزمنش. خیلی خوشحالم با همتون بازی میکنم. از همتون بازی و تعامل یاد میگیرم. یه سوال میپرسم. تو بازی مافیا شما دلتون میخواد حقیقت رو پیدا کنین یا حقیقت رو پنهان کنین؟ پنهان کنین. پنهان کنین؟ مرسی جواب دادین، چون میخواستم بگم دلم میخواد تو نوبتتون به من جواب بدین. بعد خودم هم جواب میدم اگه دلتون خواست جواب منو بدونین. برایند هوریه رو میذارم برای فردا. برای شما همینجا به خاطر جوابی که دادین فعلا از شهروندی میذارم آقای واشقانی. بعدن اگه خواستین بازم بهتون توضیح میدم. یه تارگت میزنم به آقای مهران، یه تارگت میزنم به آقای هاشمی. سلام، مختص شما مهدی دانایی مقدمم. امیدوارم که بازی خوبی بشه در کنار شما عزیزان. خب برایند خانم مقدم به نظر من میمونه برای فردا، ولی یه چیزی گفتی که خانم ها کم تریم و اینا، احساس کردم که میخواستی حالا نمیدونم. زهرا خانم، اینجور حرف زدن گونگ کاریه که یه نقشه مهم انجام میدن. من به شما تارگت میزنم، عرضم به خدمتتون یه دوتام فیلینگی آقای مهرانو و یه دونم به سه جواد عزیزم میزنم. امیدوارم بازی خوبی بشه. خیلی مخلصم کامرانم تفتی و حال میده با اتون بازی کردن. ببخشید که بعضی وقتا هیجانم زیاد میشه. من به دلیل همون جوابی که مجید واشقانی داد به شما تارگت میزنم و به دلیل اینکه برایند خانم مقدم باشه برای فردا به شما تارگت میزنم. کسی که این جمله استفاده میکنه به نظر من مشکوکه و مافیایی. بذاریم برایندش ببینیم چه اتفاقی میفته. برای من مافیا میشه و این طرف حرفی نشیدم، نمیخوام این طرف را اصلا تارگت بزنم. برای من سوال خانم بهروزمنش، جواب آقای باشقانی و این دو تا جمله شما عزیز که برایند ایشون بماند برای فردا خیلی مشکوک تره. به جفت عزیزان تارگت میزنم. کیو کی؟ خانم بهروزمنش، آیدانایی. اوکی. بفهم. خیلی مخلصیم. انشالله بازی خوبی باشه. باز مجددا این دیالوگو میگم. این شهر محکوم به برده. به باخت نی آقای واشقانی. حال میکنیم با هم. ببین از سردست که شروع میشه سرکار خانم هوریه صحبتی که میکنه میگه خانوما کم هستن، شاید تو همین کمیت ما رو بیچاره بکنید. پس نفر اول به خود شما میزنن خانم هوریه. خانم بهروزمنش رو چیزی الان نمیتونم بگم. اتفاقا من میخوام بگم خانم بهروزمنش برایندش فردا باشه. دانای عزیزم، مشترک با سرکار خانم هوریه دو تا تارگت مشترک داشتین. پس میتونم مشکوک باشم به فعلا سرکار خانم هوریه. شما فعلا مدل شهری بازی کردی. از این میبرم اگر بخوام یه تارگتی بزنم به سه جواد هاشمی میزنم. بفرمایید. سلام، ماشاءالله رامین. کماکان رامین بازیم. خوشحالم که با شما آدم با حالا دارم بازی میکنم و یه خورده خانم بهروزمنش قضیه رو فلسفی کرد، همین شروع بالاتر از لیسانس حرف زد و دلتون میخواد پنهان کنیم یا دلتون میخواد پیدا کنیم، به شما هیچ ربطی نداره. یه خورده چیز بود دیگه، یه ذره به نظرم داشتین فرافکنی میکردین و یه خورده با یه سوالی ذهنها رو درگیر کنیم به چیز دیگه فکر نکنیم. من به شما تارگت میزنم، نه صد، ولی واقعا حس کردم که یکم داریم به هم میزنین که ذهنها رو منحرف کنین. به کامران تفتی
آنکاور دلی منه، باز بهش تارگت میزنم. کامرانم جز مافیا دارم فعلا. از این ورم به معین زد میخوام تارگت بزنم. سید جواد که به اندازه کافی تارگت خورد، نیازی نیست الان دیگه من تارگت بزنم. به معینم میزنم که ببینم معین چی میگه. زنگ در خونه مجید واشقانی رو این دست نمیزنم. بفهمید. سلام شکیب شجرم. ماشاءالله شکیب. همه صحبت ها رو شنیدم، بچه ها نوشتم، همه اینا در ذهنم هست، ولی فعلا الان کاری ندارم. روی میز خانوم ها به خانوم بهار غفاری، به شما تارگت میزنم. میدونم حرف نزدید، همینجوری حسیه دیگه این بر کلن. به مهدی دانایی عزیز صحبت هاشو شنیدم تارگت میزنم. با شما خانوم زهرای عزیز کاری ندارم و صحبتتون خیلی منو اینجوری نکرد که بخوام در واقع سمت شما مشکوک بشم. کامران تفتی عزیزم هیچی، یعنی فکتوی روز اول که فکتوی خیلی محکمی نیستم، مختلف این چیز عجیبی نگرفتم. ایشون حسی کاملا همجوری که اونجوری سر تکونه. خب چهار تا بنده خدا آقای جواد هاشمی اصلا بیدلی بدونی که حرف بزنن تارگت خوردن. همجوری شما و فعلا من یه تک تارگت دارم، اگر که هر کسی سه تا تارگت نزنه و مهدی دانایی تقریبا، اگر کسی سه تا نزنه مافیاس و هر چیز دیگری. نه تو حسی ایشون و آقای دانایی هست. مرسی آقا. خیلی متشکرم. سید جواد هاشمی هستم، ارادتمند شما. خب بله، تو پنجتای اول چهار تا تارگت خوردم، نمیدونم چرا. بعدش خیلی متشکرم که از من گذر کردید و نرسیدید به من. خانم بهروزمنش واقعا نیازی نبود که تدریس بکنید، من فقط از این جهت که تارگت بک بکنم به شما، شما رو تارگت نمی کنم. از این جهت که شما تدریس فرمودید، من فقط الان تارگتتون میکنم. احتمال میدم که شما شهر باشید، ولی تارگتتون میکنم. اجازه بدید مهران رو تارگت بکنم، یعنی نفر دوم من. برای از این طرفم که هنوز صحبت نکردن، اجازه بدید همینجوری حسی یک نفر رو که هنوز اصلا تارگت نشده، معین عزت عزیز که امیدوارم از دست من ناراحت نشه. آن تو تارگتش کردی؟ آره درسته، شما تارگتش کردید، ولی من نفر دوم باشم که ایشون. من تارگت کردی شما؟ بله. اشکال داره؟ معذرت. آقا معین بفرمایید لطفا. سلام به همه. ماشاءالله معین. خوشحالم که دوباره اینجام. یه پیدام کن که گم شدم دیگه، لای پیچ و تاب موهاتو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست صرفاتو. پیدام کن که گم شدم بازم، حتی تارگتامو یادم نیست، حتی قندهاتو یادم نیست. حال چشم من که پاییزه، این دیوونه مثل آدم نیست. همینطوری برای خالی نبودن عریضه گفتم. قشنگ بود؟ عالی بود. عالی بود. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتم، همونطور که در برنامه‌های قبل گفتم، من حسی بازی می‌کنم و دنبال فکت تو من نگردید. و از اونجایی که حسی شما رو خانم غفاری تارگت دارم و شما رو آقای شجره، امیدوارم که فردا شما همچنان ایشون رو تارگت داشته باشین. یعنی ایشون برای من یه ذره بولد شدن و شما تو ذهنم، شما دوتا رو دیدم، شما هم به ایشون تارگت زدید. امیدوارم که این کشش داشته باشه در فردا و ببینیم که چگونه میگذرد. متشکرم. تا دیداری دیگه. مرسی. سلام به همگی. ماشاءالله. خیلی خوشحالم که تو جمع شما هستم و با هم بازی میکنیم. رفقای قدیمی، رفقای جدید. و بازی شکیب شجره هم برام میتونه شهر باشه، هم مافیا. تا به شکیب شجره برسه کسی خیلی تارگت این مدلی نزده بود، یعنی تا کامران تفتی که رسید، چون خیلی صحبت نشده بود، تارگت ها روی یک نفر و دو نفر نهایتا بود. ولی شکیب اولین کسی بود که موجه رو شیکون پاشد
یه اساسی تارگت زد، مخصوصا اینکه تارگت رو به کسی زد که اصلا حرف نزده بود. اگه بخوام در واقع بگم که این تارگت شکیب برام جذاب بود، من هم میخوام یه تارگت بزنم به کسی که هنوز حرف نزده، به خانم غفاری تارگت بزنم. از اون طرف سوال شما هم برام هم میتونه شک ایجاد بکنه، هم میتونه شما رو، یعنی خیلی سریع متوجه میشم که باید با شما بازی کنم یا نه. میتونید شما شهر بازی باشید، با اینکه الان شهر میبینمتون، ولی خب میشم که گونه دیگری فکر کرد. و یه تارگت هم میخوام بزنم به علیرضا مهران عزیز، این فعلا بمونه تا اینکه بیشتر بشنوم. و امکان دنده عقب گرفتن از هر سه عزیز رو من دارم، یعنی به محض اینکه اونا هم تارگتاشون عوض بشه توضیحات دیگه ای بدن برمیگردم. بفهم خانم غفاری. سلام دوستان، بهار غفاری هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. از اینجا که صحبت کردن، باز برای من هم مثل همه دوستان این صحبتت زهرای عزیزم یه ذره مشکوک بود، مخصوصا اونجا که گفتی بعدن توضیح میدیم، چون تایم داشتی به نظر میتونستی توضیح بدی. اما آقای دانایی، بر من اونجا مشکوک میشین که به ایشون میگین یه نقش مهم میداری و بعد تارگتشون میکنی. نقش مهم معمولا شهره، این که شما ایشونو تارگت میکنی به فکت اینکه یه نقش مهم داره یه ذره بر من مشکوکه. آقای شکیب، هم این که من حرف نزده بودم هم پراکنده، یعنی هم فکت تارگت پراکنده روی شما می نشینه، چون اصلا ذهن پراکنده بود به نظر من. حتی حس می کنم که یادتونم نبود من حرف نزده بودم، چون یه لحظه منو نگاه کردین گفتید ایشون، یعنی در این حد ذهن پریشون بود به نظر من. از این سمت آقای زندی یه جورایی احساس می کنم که خواستن من و ایشونو باکس کنن تو روز معارفه. ایشون منو تارگت کرده، اوکی، ولی شما من و ایشونو تارگت میکنی که برایان فردا در بیاد تو روز معارفه. بریم برای شب معارفه لطفا. 3 2 1 همه خواب، همه خواب. آرام، خیلی آرام، فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. مافیا از خواب بیدار شد. آرام، خیلی آرام. من به هم دیگه معرفیشون میکنم. پدرخوانده بازی، پدرخوانده بازی، گودمن بازی و ماتادور بازی. کمی با هم مشورت کنن. بخوابن، بخوابن، کافیه، کافیه، همه خواب باشن. 3 2 1 اعلام روز. مجدداً سرکار خانم حوری مقدم، محبت کنید با چالش تعارفی. دوستان چالش؟ خب، بچه‌ها، من در رابطه با زهرای عزیز به نظرم حس شهری گرفتم به خاطر سوالی که پرسید، چون اگر مافیا بود لزومی نداشت بیاد همچین سوالی رو بپرسه، خودش رو تو مزن اتهام قرار بده. می‌گذریم آقای دانایی، خیلی چیز پیچیده ازت نگرفتم، ولی که تارگت به زهرا زدی یه ذره به نظرم، حالا شاید اثر خیلی کسی صحبت نکرده بود این صحبت رو کردی. آقای کامران تفتی، به نظر من کسی که میگه برایندت برا فردا مشخص میشه اصلا نمیتونه فکت مافیایی بشه. خب من سردست بلند شدم، 3 تا تارگت زدم. آقای علیرضای مهران، عجیب ترین قسمت این دک برای من صحبت شما بود که آقای دانایی رو گفتی تارگتات با حوریه یکسانه، پس من حوریه رو تارگت میکنم. اصلا این چه حرفی میتونه باشه؟ چه ربطی داره
من اول صحبت کردم بعد آقای دان. دوستان من توضیح بدین از آقای رامین چیزی دریافتم نشد. آقای شکیب شجره، شما به نظر من میتونی یکی از مافیاها باشی. بلند شدی حتی تارگت اولی خودت که با آقای دانایی زدی هم فراموش کردی و گفتی من تک تارگت به خانم بهاره ای که هیچ صحبت نکرده، من اینو نمیپذیرم. به نظر من میتونی شما مافیا باشی. از آقای جواد هاشمی چیز خاصی خیلی پیچیده‌ای دریافت نکردم. آقای معینه زاد با همین احساسی بازی کردن دیگه پیش مافیا بودین، برای همین نمیتونم خیلی حساب کنم که حرفتون میتونه شهری باشه. و بهاره عزیزم، هم آقای واشقانی به شما تارگت زد هم آقای معینه زاد. برای من عجیب بود که شما از بین این دو نفر انتخاب کردی که آقای معینه زاد شهرتون باشن. نسبت به آقای واشقانی فعلا چیز پیچیده ای ندارم، ولی رو بهاره عزیزم هم دوست دارم که تمرکز داشته باشه. کسی چالش میخواد؟ خب پوریه، بذار اول راجع به تو بگم. برایند ذهنیم جز بهاره کامل باید متفاوته، ولی چون نفر اول بودی که حرف زدی و الان حرف زدی، فعلا باید کاری ندارم تا چالش بگیری وارد بازیشی. مهدی دانایی، من یه سوال پرسیدم، حالا تصمیم گرفتی به سوال من جواب ندی. دو نفر رو احساسی تارگت زدم، آقای مهران، آقای هاشمی. دقیقاً احساسی های تارگت های احساسی شما هم آقای مهران، آقای هاشمی بوده. توی لحظه اول حداقل میتونستی با من دیالوگ کنی، یعنی تارگت زدن به من اشتباه بوده. حالا باز شما رو هم کاری ندارم، آقای کامران به من تارگت زده، بر من مسئله نیست. هیچ کدومتون تصمیم نگرفتیم به سوال من جواب بدیم و هیچ کدومتون هم از من سوالو نپرسیدیم، پس من دلیلی نمیبینم الان توضیح بدم. من تو ترنم گفتم اگه از من پرسیدین توضیح میدم. آقای راستاد، چیو میخواستین پنهان کنین که معتقد بودین به من ربطی نداره؟ بازی مافیا بازی ذهنه. چی توی ذهن شما بود که دلتون نمیخواست بگینش که اون دیالوگو برقرار کردین؟ من یه سوال ساده پرسیدم، گفتم دوست دارین تو این بازی حقیقت رو پنهان کنین یا پیدا کنین؟ یه ذهن آماده گفت من میخوام پنهان کنم. همونجا گفتم واسه شما آت شهروندی میذارم. این همه آدم صحبت کردن، شما تصمیم گرفتین بگین اصلا به من ربطی نداره. من چی رو تدریس کردم سید جواد؟ من آموزشی دادم، سوال پرسیدم، ازتون آموزش خواستم، تصمیم گرفتین به من آموزش ندین، تنبیه هم کنین، بهم تارگت بزنین. بین آقای راستاد، آقای سید جواد هاشمی و خانم بهاره مطمئنم مافیا هست. در روند بازی چالش میگیرم، اعلام میکنم. به نظرم آقای شکیب شجره اگه نقش مافیایی گرفته بودن هیچ وقت توی اون صندلی این کارو نمیکردن که راجع به قبل خودشون حرف نزنن، یه نفر رو حرف نزده تارگت کنن. به نظرم این کارو نمیکردن، گرچه که این فکت مافیایی هست. ولی بهاره عزیزم، تو معتقد بودی اون دو نفری که شما رو باکس کردن باید تارگت بخورن، چرا انتخاب کردی به آقای معین تارگت بزنی به آقای واشقانی تارگت نزنی توی ذهنت؟ یعنی خودت انتخابت فقط آقای معین بود. پس به نظرم شما مافیایین، من چالش میگیرم. بفهمید آقای. خب فرصت برای صحبت بیشتر ازی نمیخوام. خب آقای تفتی عزیز، برادر یه سوال دارم. اصلا من تارگت اصلا نه تیز شدم این دست یه کاری رو درارم، خیلی خونسر. یه سوال دارم، شما معتقدی که خانم بهروز منش به خانم مقدم گفته برایندش واسه فردا، منم گفتم برای فردا، شما ما دوتا رو میزنی و یعنی اعتقاد داری که خانم بهروز منش یه حرفی زده دیگه که ما برایندش گوشیم واسه فردا، یعنی این خورده رو از ما گرفتی، بعد خودت هم ایشون رو تارگت نمی‌کنی، یعنی حرف ما رو قبول داری ولی به ایشون تارگت میزنی، تارگت نمیزنی. این برام سواله و من با شما مخالفم. فکت اینه که اصلا از قبلشون ایشون باید یه صحبتی میکنه. مگه میشه نفر هشتم باشی دوره قبلت هشت نفر صحبتشو نشنوی به یکی که حرف نزنه بزنی؟ من اونو متوجه نمیشم اصلا. ببین خودت، من گفتم میتونم اینجای بازی باید بازی کنم، حداقل یه دست میتونم یه شب باید بازی کنم، شاید برایندمون یکی شد با هم تونستیم کاری رو دهنیم. من نه دنبال اینم الان بنویسم نقش کسی رو دهنم، یه گوشه دارم بازی میکنم. مختص همتون هم هستم. توضیح چالش میخوام فقط یه دوتا. چالش کسی میخواد؟ خانم بهروز منش، شما یک به 99 مافیایی. آیه مهدی دانایی، شما یک به 99 مافیایی.
چرا باید تارگت های حسی شما و ایشون یکی باشه و شما بلند شی؟ سردست وقتی که بعد از یه خانم مقدم صحبت کردن خودت اینو به عنوان یه فکتی بیاری که الان بخوای فاصله بگیری، یک زرگری با مهدی دانایی ایجاد بکنی و بعد پراکنده کنی و بگی چون اون فکت مافیایی از طرف آقای شجره که زده به خانم قفاری، ولی من آقای راستاد رو مافیا دارم، خانم قفاری رو مافیا دارم و از سید جواد میام عقبتر. من و بخش سید جوادش کار ندارم، معتقدم که اتفاقا خانم مقدم به این دلیل بهشون تارگت نزدم، منتظر بودم دکو بشنون و وقتی که نوبتشون میشه بلند شدن تکلیف تارگتاشون رو معلوم کردن، تحلیلشون هم کردن و گفتن. برای من خانم به روزمنش مافیان 1 تا 99 و به نظرم شما مافیایین به این دلیل که ایشون بلند شدن با شما تکلیف معلوم بکنن، شما میگی من با شما بازی میشه. من بقیه حرفا رو شنیدم که حرکت شکیب حرکت عجیب غریبی بود، ولی برای من مافیا نیست. صحبت‌های علیرضا مافیایی نبود برای من، صحبت‌های مجید واشقانی مافیایی نبود برای من، از معین زندی حس مافیایی نگرفتم، از سید جواد حس مافیایی نگرفتم، راجع به خانم قفاری مشکوکم، ولی شما دو عزیز انقدر شنیده شد برای من و انقدر به چشمم اومد که همزمان با همدیگه بازی کردین و این همزمانیه رو سر دستشون صحبت پاشدن سعی کردن که جدا بشه، ولی شما همچنان بر اون منبال ایستادین و گفتین با شما بازی میشه. برای من مشکوک بود، جفت عزیزا رو مافیا دارم. مرسی. بفهم. در جواب صحبت شما دوتا عزیز که فرمودین که چرا من آقای واشقانی رو انتخاب نکردم، دلیلم این بود آقای شکیب حرکتشون حرکت یعنی فکت مافیایی بود. من اگه اینو نمیدیدم مطمئنم مافیاتر میشدم قطعا. حالا اگر شما این حس رو گرفتین خب شما میتونید این عادز شهری رو رویشون بذارید. آقای واشقانی بلند شدن توضیح دادن ایراد آقای شکیب رو، گفتن کار آقای شکیب اشتباه بود، عجیب بود، ولی حالا که اینطوره منم پس حسی میزنم به بعدین. این توضیح برای من خیلی قانع کننده تر بود. یعنی من اگه میخواستم بین این دو عزیز انتخاب کنم، آقای زندی برای من عادز مافیایی بالاتری داشتن. چرا؟ چون باکس کردن، یعنی من و شکیب رو با هم باکس کردن. ایشون به نظر من حسم میگو با این توضیح یه حالت لجبازی که مثلا حالا پس حالا اینطوریه بذار پس منم تارگت میکنم ببینیم چی در میاد توش. دلیلش فقط اینه. بفهمید آقای مهران. نه فهمیدم چی گفت. خیلی پیچیده بود صحبتت. ببین باید بازیه که مجید واشقانی رو میزدی، باید بازیه، ترسیدی نزدیش. خانم بهروزمنش رو میگی 1 به 90، من میگم 99% مافیای بازی سرکار خانم قفاری هست. من برایندم با تو نزدیک، دوست دارم حالا مجید بعدش، حالا تو یعنی کی؟ سرکار خانم بهروزمنش، دوست دارم مجید اون 3 تا تارگتی که زدش رو الان نظرش رو بگرسید. سید جوادم نمیفهمم. چرا نمیفهمم؟ سید عزیزم میاد سرکار خانم بهروزمنش رو میزنه، آقای زندی رو بعد از خودش میزنه که اصلا هیچ صحبتی نکرده، یه دونه هم به من میزنه. از سرکار خانم حوریه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر آدم بودن، هیچ دریافتی نداشتی که یه دونه بعد خودتو بزنی، یه دونه سر دستو بزنی، یه دونه وسط یه مثلث درست بکنی. مشکوکای من فعلا خیلی سرکار خانم قفاری، بعدش سید جواد عزیزم. بفهم. برای اینکه بیات نشه، حرف یادمون نره، سرکار خانم من هیچ وقت، سرکار خانم قفاری، من هیچ وقت با لجبازی بازی نکردم. شما توی در واقع اون چیزی که راجع به شکیب من گفتم دقیقا نقطه مقابلش رو گفتید. اصلا من یک چیز دیگه ای گفتم، شما یک چیز دیگه ای گفتید. علی رضای مهران به دلیل اینکه روبروی شما قرار گرفت الان ازش دندان در میگیرم.
و شما گفتید اگر من این کار را میکردم، به قول سید جواد فیلمش پخش میشه، من مافیاتر میشدم. مگه شما مافیایید که مافیاتر میشدید؟ چرا مافیاتر میشدید؟ من سرکار خانم الان منتظر بودم که به عنوان کسی که صحبت نکردید و من شما رو تارگت کردم، شما الان من تارگت صدتون باشم. متشکرم، بفهمید راست. گفت شیخ ما صاحب کرامات است. خانم بهروزمنش میگه بین این ستا قطعا یه مافیا است. عجب چیز عجیبی رو تشخیص خوم. معلومه تیه دی که 11 نفر از ستا یکی ممکنه مافیا باشه. آقا مجید که معتقد بود 3 نفر مافیا تو 3 نفر رو شما یه نفر رو دید. بعد سرکار خانم، شما به عنوان یه پلیر حرفه‌ای اصلا حق نداری سوالی از دک بپرسی که جوابش غیر از لایک باشه. آقای واشقانی هم اگر جواب شما رو دادن نقض قانون کردن، به عنوان ذهن برتر یاد میکنین ازش. ما قانون رو رعایت کردیم جواب ندادیم. دیدی من شهرم و با این فکتا نمیخوام شما رو صد مافیا کنم و، ولی من شهرم. فکتی که داری به من میگی ذهنت چیه؟ به خدا زن منم همینجوریه، با ذهن خودش یه تصمیم میگیره بعد به من میگه اینجوریه دیگه. میگم بابا تو تنهایی فکر کردی؟ آره خودت به خودت عقل دادی. الان بریدی دوختی که ذهن من چجوریه. نگرد میدارم آقای معین زندی، تو اینجا هیچکی رو ندیدی؟ این همه آدم حرف زدن، اینجا یه درگیریه، اینجا یه داستانی هست بین دانایی و خانم بهروزمنش. و شما فقط شکیب رو دیدی؟ من روش. خب بله بعدش اگر چیزی هم دیدی بعدش، قبلش چیزی ندیدی. 6 نفر هیچی ندیدی، شکیب رو دیدی و بعدش. من رو شما تارگت زده بودم به شما، الان تارگت هم رو به خاطر این کاری که کردین شارژ میکنم. بفرمایید. چالش؟ قبل شما صحبت کنم؟ بله بله. خب آقای رسول عزیزم، من توی ترنم گفتم توی نوبتتون جوابم بدین. قبل از اینکه این جمله، حالا اصلا کاری به سوال نداریم، از معارفه بیایم بیرون. الان یه ساید زنده تو بازی تشکیل شده. من گفتم خانم غفاری مافیاست، آقای مهران معتقد بودن خانم غفاری مافیاست، آقای واشقانی چالششون رو گرفتن، با فکت بهشون تارگت زدن. چون خانم غفاری تو ترنشون گفتن من مافیاتر می‌شدم اگر تارگت نمی‌زدم. خب حالا اصلا منو بذارین کنار. فکر کنید من اون سوالو نپرسیدم، اون جریان تو بازی اتفاق نیفتاده. جنگ بین من و شما جنگیه که دنده نمی‌خوره. به نظرتون بین این دوتا عزیز، بین من و خانم بهاری، کی مافیاست؟ خب باید اعلام موضع کنیم. مگه میشه شما ببینین باید حداقل وای میسادین آقای معین زندی توی روز یک وارد بازی میشد بعد راجبشون اعلام موضع میکردین. ولی باز کار ندارم، من یه جنگ زنده اینجا دارم. آقای تفتی عزیزم، من با شما جنگی داشتم، به شما گفتم شهروند، در صورتی که روز معارفه به من تارگت زدین. به مهدی دانایی اختار شهروندی دادم، گفتم مهدی توی روز، من الان میبندم جمله‌مو، گفتم توی روز معارفه ما با هم دو تا تارگت مشترک داشتیم، بیا همدیگر رو ول کنیم بریم جای دیگه تارگت بزنیم. من به نظر خودم مهدی دانایی، خود شما، آقای مهران، آقای واشقانی، تا الان کسایی هستن که میتونم باشون بازی کنم اگر در موردشون اشتباه نکرده باشم. چون ذهنم میگه خانم غفاری و کسایی که راجع به خانم غفاری الان موضع نمیکنن میتونن توی ساید مافیا باشن. مرسی خانم غفاری عزیز. چالش گرفتی؟ چی گفتی دقیقا؟ من که متوجه نشدم، شاید من گوشم نمیشه. همجوری که دارید میگید من پراکنده تارگت میزنم، نه خانم، اصلا این دیگه به ضرس قاطع گفتم. گفتم شنیدم بچه ها چی گفتم ولی با اینا کاری ندارم. من میگم شما دیگه مستقیم دیگه خانم، یعنی چی این اون اینا؟ اصلا ابدا اینجوری نیست. و همچنان شما بعد از اینکه صحبت کردید و مجدد چالش گرفتید، خیلی بر من، ببین من با شما در یک ساید نیستم، یا من مافیام یا شما، اصلا بی برو برگرد. حتی اگه اشتباه هم بکنم نمیدونم، از صحبتاتون بعد دو سه تا فکت شدیدن مافیایی رو شما می نشیند که هم ایشون گفتن، یعنی خانم بهروزمنش، هم مجید واشقانی عزیز گفتن. خانم مقدمه عزیز، من رو با ایشون در یک باکس؟ یعنی شما میگه هم خانم
قفاری هم شکیب شجره برای شما مشکوک هستن. منی که دارم اینجوری بلند میشم دارم میگم، بعد انقدرم دیگه چیز نیستم بلند شم بگم فقط یک تارگت دارم کلن، و یه دونم آقای مهدی دانایی از که گفتم مشکوکم اینجوری هم، حالا چیز عجیبی ازشون و بقیه هم به همین ترتیب. نه همین الان یه لنگ پاوای میستم خودم به شخصه برای خانم غفاری عزیز. صحبت‌ها رو همه رو شنیدم، نوشتم و میدونم چه جوریه. همه دارن در مورد ایشون صحبت میکنن، حتی اگه تارگت کشم بشه. بفهم. آقای مهران، علیرضا جان چی میگی؟ من روی برایند صحبتایی که از این ور شده بود، این ور که اصلا حسی گفتم، حالا معین از توی اینا، من معین رو میگم، واقعا حسی گفتم به خانم بهروز، منش گفتم خانم، چون منم تارگت کرده بود، من باید کسی که تارگت میکنه مورد خطاب قرار بدم، همونطوری که وقتی به تو برسه، وقتی منو مورد خطاب قرار میدی، من باید تو رو به هر حال تارگت کنم. قطع به یقین تو داری با من بازی میکنی، پس من باید بازی کنم. خانم بهروز من، شما لطف میکنید بگید خودتون نظرتون چی بود؟ سوالتون جوابتون رو بدید. شما دلتون میخواد حقیقت رو پیدا کنیم یا حقیقت رو پنهان کنیم؟ جوابتون چیه؟ پنهانه یا؟ خب چرا سوال میکنی بعد خودت حرف نمیزنی؟ آقای واشقانی الان داری شهر بازی میکنی، عالی. من شهرت تو رو خوب میشناسم و الان داری شهر بازی میکنی، خیلی عالی. به همین دلیل اتکام اگر بهت نکنم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، امیدوارم رو دست نخورده باشم، اتکام نکنم، اما کاملا در مورد خانم غفاری با شما موافقم، کاملا بیشتر از همه با شما موافقم، با اینکه تا اینجا تارگت کش شده، ولی معتقدم خانم غفاری اصلا بلوپ زده بیرون بدون شک، و من حتما رأی یک و دو رو به شما میدم خانم غفاری. آقا معین بفرم. نمیدونم چرا من هر موقع تارگت میزنم مثلا یکی رو پیدا میکنم همه اون تارگت رو میگم، بعد منو مافیا دارم، بابا من ایشونو گرفتم بردم تو باکس با ایشون که احساس میکنم الان داره میفروشه ایشونو، بعد دوباره منو چرا مافیا دارید یا اصلا میگید من با ایشون موافقم که ایشون مافیاست. حالا اینا رو بگذاریم. من کامرانو شهر دارم، سید شما رو شهر دارم و خیلی زیاد به شما نمیدونم، ولی انگار که ریختی از اولش یه و ریخته بودی، چون با حسی بازی میکنم میگم شما برای من مافیایی. شکیب احساس بکنم که شما وقتی که دیدی خانم غفاری روش زیاد شدن، اومدی که خودتو بکشی بیرون و احساس بکنم که همچنان یارشی و داری ادامه میدی، و بازی آقای دانایی هم برای من مشکوکه. شما دست قبل مینوشتی و از ترن به ما گیر میدادی که چالش چیز تارگتت کو، چرا تارگت نزدی، چرا خود تارگت نمیزنی، چرا نمینویسی، ما رو گرفته بودی از روز اول زیر چک، تارگتت کجاست، تو چرا تارگت نزدی، چرا فلان نکردی. سه تا مشکوک من خانم غفاری، آقای دانایی و آقای شجران. آقای راستاد، شما هم یه سری چیزا گفتی که اصلا انگار چیزی نگفتی در اصل، یعنی ها نمیدونم یا داری یه شهر همینطوری داری بازی میکنی یا اینکه شما هم میتونی جزء مشکوک ها یا ساید سوم باشی، یعنی توی این فضا ها هست. خب آقا من چالش گرفتم. بفرمایید. ببخشید. خب الان با فکت شما داری هم ایشونو میزنی هم خانومو هم منی که این وسط هم هر جفتشون منو میزنن، به این میگن باکس، یعنی اصلا نمیشه که هم ایشون مافیا باشه هم ایشون مافیا باشه هم من، فکت میشینی که خودت مافیا باشی که اینجای بازی الان همه رو با هم میذاری توی باکس. من بگم این، من نمیدونم چی باید بگم اینجا، امکان نداره. ببین اگه خانم غفاری مافیا باشه، یک، دو، علیرضا نمیدونم گفتی یا نه خانم غفاری، سه، چهار، پنج، شیش، هفت نفر، یعنی اگر مافیا باشه 72 فروختنش اینجای بازی. به نظر من الان من راجع به کارت خودم میدونم، اینجا هم نمیدونستم این چالشو بگی، اصلا با خیال راحت بگیم آره آره رأی بدیم بره بیرون.
خودم رو بردم وسط، مگه میشه 8 نفر یه روز یک به یه نفر تارگت کش نمیشه؟ آقای واشقانی یه سوال دارم، من راهنمایی کنی. من چون کارتی که دوست دارم و باهاش اونجوری مینویسم و بازی میکنم. آقا موهی اگه تارگت زدم اینجا هم نوشتم چرا خود شما به حوری خانم نمیزنی مشکوک، چرا شما از اون بر زدی بعد اون بر انتخاب کردی بعد من بعد اینجا. ببخش خواهش بفرم. در صفحه 1015 کتاب گردنگیری، من با فکت صحبت نمی کنم، با کتاب صحبت می کنم. نویسنده کتاب؟ خودم هستم. گردنگیری مجید واشقانی، چاپ 44، چاپ هم ازش. اینو فقط قول دادم که امضا کنم بدم به امیرحسین رستمی. منو به شک بردید. یعنی این چیزی که داری میگی، 8 نفر یه دفعه داری درست میگی مهدی، 8 نفر یه دفعه. و من خودم ایشون رو چالش گرفتم، باشدم تارگت زدم و گفتم تارگت سفت و سخت، ولی 8 نفر هم خیلی جذابه. یعنی یاراش دارن میفروشنش و اگه فروشی هم اتفاق بیفته از همینجا اتفاق افتاده دیگه. ولی سرکار خانوم مقدم برای من شهر بازی هم پا شدن در سردست صحبت کردن، چیزی برای گفتن نداشتن. بعد بجا به 7-8 نفر با فکت گیر دادم. من جدا لذت بردم، خیلی بسیار بازی حرفه‌ای و خوب. سرکار خانوم زهرا هم برای من شهرن. بعد از سفیدا بگردیم در واقع. من مدلم اینه که باید سفیدا من پیدا کنم که ببینم میتونم باهاشون بازی کنم یا نه. اما الان رأی 1 سرکار خانم به شما میدم، ولی رأی 2 بسته به این داره که الان چی میخواید بگید. مضاف بر این که رامین راستاد، این که مجید پاشد نقض قانون کرد، نقض فلان کرد، اصلا اینا زدی یه جای دیگه دادش. یه جواب دیگه بعد میدادی دیگه، به نظرم بعد یه جواب دیگه میدادی. این که پاشی بگی ایشون یه سوال کرد، اصلا فکر کن که یه کلکی انداخت وسط، یا به هر حال یه چیدمانی داره، یا روی سوالش میگیره یا نمیگیره. با این نوع بازی روبروی سفید ذهنی من داری بازی میکنی، برای من حداقل اینه که خاکستری بشی. اما سرکار خانم راجع به شما، چون من مطمئنم شما الان رأی میاری، من رأی 2 هم برمیگرده به اینکه شما الان چه بگویید. آن چه بگویید رأی 2 من میشه. متشکرم. خیلی ممنون. با اون بخشی که شما خانم غفاری رو گرفتین در آوردین، چه مدالش مال مهم باشه چه شما باشه، من بخشش هیچ کاری ندارم. با اینکه الان قراره در ذهن ما مهدی دانایی بیاد این رو بذاره که این تارگت کش اتفاق افتاده برای خانم غفاری، سید گفت اینو، حواست نبود عزیز دلم، تو ذهنت نبود این. تو مهم گفت، سریع به توضیح دادن بلند شدی، چالش گرفتی از مهدی و شروع کردی توضیح دادن برای معین زندی که خودت رو مبرا بکنی. من اون بخشی که شما گرفتی مدالش مال شما، ولی 1-9 که گفتم تا 99 خانم بروزمنش و آقای دانایی رو تارگت زده بودم، میخوام نظرتون رو جلب بکنم. اتفاقا با اون همه تارگت که اونجا خورده، گل شکفته چون گل سرخ. مافیا تو سینی تقدیم. یعنی اصلا کاری به این بخش که رامین جواب خانم بروزمنش رو نداد، اینکه خانم مقدم درست اومد، خانم غفاری رو کی قراره مدالش رو بگیره، بلش کنین. کاملا مافیا مشخص در اختیار شما به عنوان یک شهروندت. آخرین نفر لطفا صحبت. خب دوستان یه لحظه دقت کنید، واقعا اینجای بازی اینطوری در نمیاد که منو بدید بیرون و من صد مافیاتون باشم. یعنی اینقدر من بد بازی کردم که یارام از دم همه منو بفروشن، اصلا امکان نداره. ببین کجای بازی دارم به تک تکتون میگم که اشتباه محض میکنی. من شاید یه فکتی
دست شما داده باشم. حالا یا اشتباه من بوده به عنوان یه شهر، یه اشتباه شاید لفظی کردم یا هر چیزی، ولی نمیخوام این شهر ببازه. به این نکته دقت کنید، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان سمت من نیاین. آقای واشقانی، من کاری ندارم شما فکت گرفتین، حس گرفتین، اصلا من حتی جسارتم نکردم بحثم تو اون مورد لجم که شما گفتین، گفتم چون بعدش گفتین پس اگه اینطوریه منم حسی میزنم به ایشون، اینو فقط توضیح دادم. حتی کلمه مافیا ترم چون از اینجا همش اسم من اومد، من فکت خودم آوردم، من برای خودم بازی میکنم و به اندازه کارتم. ایشون برای من مشکوک بود به فکت تارگت پراکنده و اینکه یهو راجع به آخرین نفر صحبت کرد و تارگت زد. ایشون بلند شد ما رو گذاشت تو باکس، برای من مافیا شد. شما توضیح دادی این موضوع که این کار اشتباه بر من نشدی. حالا اگه این فکت برای شما فکت مافیاییه و اینقدر قند و نبات چی بهش میگم مافیا پیدا کردید که واقعا آفرین به تو، ولی بازی اصلا اینطوری نیست. اصلا اینقدر قشنگ مافیا چید که من اصلا دیگه واقعا ایشون گفت ریختی، واقعا ریختم دیگه. اصلا این که بخوام از خودم دفاع کنم اصلا موندم چی بگم، به خاطر اینکه الان افتادم توی مقام دفاع، نمیتونم خیلی فکت بیارم راجع به هر کدومتون، ولی قطعا اگه من رفتم بیرون رد خون بگیرید دیگه، حتما آقای شکیب، حتما اون طرف و شما که اونجا خیلی فشار میاری آقای مهران که 99% 99% من نمیتونم اول بازی از کجا آگاهیم. بسیار خوب، رسیدیم به سر صحبت. 5 رأی احتیاج است. خانم حوری مقدم. خانم بهروزمنش. 1 کافی نیست. آقای مهدی دانایی. 2 کافی نیست. آقای کامران تفتی. آقای علیرضا مهران. 99% من نمیتونم اول بازی کنم. کافی نیست. آقای رامین راستاد. 1, 2, 3, 4 کافی نیست. آقای شکیب شجره. 1, 2 کافی نیست. آقای سید جواد هاشمی. آقای معین زندی. 1, 2, 3 کافی نیست. آقا مجید واشقانی. خانم بهار قفاری. چون من مطمئنم شما الان رأی میدید. خانم قفاری اصلا بلوپ بیزده بیرون. مافیای وزیر سرکار خانم قفاری است. تارگت کش نمیشه. 1, 2, 3, 4, 5 همونو، همون فرمون لطفا دفاع کنین. بقیه اکت ندید. بفرمید. گفتم دیگه، یعنی تقریبا دفاعمو انجام دادم، قطعا که الان میدونم میرم بیرون، ولی رد خون بگیرید، یعنی قطعا رد خون بگیرید از کسایی که اینجا یه جورایی حتی اگر یه لحظه اسم منم نمیومد سریع اسمو میابردم بالا. تا اینجا قطعا مافیا هست، مخصوصا میگم بین اون دو نفر که اصلا هزار میتونید مافیا رو پیدا کنید. و اینکه اگر استعلام گرفتید دیدید اشتباهه، البته که قطعا اشتباه خودم بوده، ولی لطفاً برگردونید دیگه چی بگم. تمام، وقت دارید. تمام، بله. رأی خروج برای خانم بهار قفاری ببینم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 خانم تشریف بیارید لطفا. با بقیه چشم ببندید. آقای شکیب، آقای مهران.
آقای شکیب شجره و آقای علیرضا مهران. لطفاً ساکت باشن. متشکرم. آقای علیرضا مهران و شکیب جان، فردا ساکت، فقط حق رأی دارین. خودتون یادتون باشه منم یادداشت کردم. لطفاً همه خواب. 3 2 1 این برای شب. حالا خواب 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 همه خواب همه خواب. فقط و فقط شرلوک بازی. به من بگه که آیا استفاده میکند یا خیر. چه کسی؟ چه نقشی؟ متوجه شدم. شرلوک، برو پر. حالا فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. تکلیف امشب چیست؟ فقط دکتر بازی بیدار میشه. دکتر بازی بیدار میشه. یک نفر رو نجات میده. متوجه شدم. دکتر خواب. فقط لئون. فقط لئون. لئون. آیا شلیک میکنی؟ متوجه شدم لئون. بخواب. فقط همشهری کین. آیا از کوپنش استفاده می کند؟ متوجه شدم همشهری کین. خواب. فقط کنستانتین آیا احضار روح می کند؟ کنستانتین. متوجه شدم. بخواب. 3 2 1 اعلام روز. بسیار خوب. تولد که نداشتیم اما کشته. شاید براتون جالب باشه که کشته هم نداشتیم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. آنتونلا کافه پلیز. خیلی چقدر ایتالیاییم خوب شد توی این مدت. کافه چیه؟ کافه بیاره ببینیم چیه. ببینیم استلا. اگر بخواید بعد تعریف میکنم. شما 2 استلام در طول بازی دارید. اولیشو الان خدمتتون عرض میکنم با این یادآوری که تو این ترن آقای مهران و آقای شکیب سکوت برها دارن. خب از بازی شما 1 مافیا. از بازی شما 1 مافیا بیرون است. سر صحبت بوده خانم مقدم میشه 1 و 2. آقا کامرانشون جانم
من بله بعد از من فقط حرف بزنید. بفرمایید. گفتم که مدالش مال شما، دم شما گرم آی زندی که پیدا کردین، دم شما گرم آی باشقانی، دم همتون گرم که تونستین پیدا بکنین مافیا بدین بیرون. من احتمالاً زنده نمیمونم و یه اتفاقای دیگری میفته و از بازیتون میرم بیرون. بذارین احساس کنم که تأثیر داشتم در شهرتون. زورم رسیده. مافیایی رو که میگم رو بدید بیرون. به چه دلیل میگم؟ تنها کسی که حمایت کردن از بودن ایشون، تنها کسی که بین اون 8 نفری که قرار بود دیالاش باشن بفروشنش یا هر اتفاق دیگری بیفته، از مافیایی که الان شما دادین بیرون و نوش جونتون که دادینش بیرون، دمتون گرم، فقط آقای دانایی بود. اگر پراکنده بشین اشتباه کردین. رأی 1 و 2 باید به ایشون بدین. من خانم بروزمنش تا 99 مافیا داشتم. ولی محبت بکنید ایشون رو به عنوان یک گل شکفته قشنگ زیبا گذاشتمش در سینی تقدیمتون کردم. های باشقانی که شهربازی میکنید و سفیدم هستین، طبق صفحه 74 کتاب گردنگیری که نویسندش خود شما هستین، به دلیل حمایت از مافیای بیرون رفته آقای مهدی دانایی مافیان و من گردن میگیرم. آقای دانایی عزیز، اتفاقا ایشون وقتی بلند شدن برای من عجیب بود کارشون. گفتن که خانم بهاره تارگت منه، چجوری ما رو توی باکس قرار میدیم؟ ولی چرا رأی ندادی اگه تارگتت آقای دانایی؟ این کار اصلا شما یه مافیای یار نفروش هستی و این اتفاقا خیلی تحسین برانگیزه. آقای شجره، شما سفید نمیشی با بیرون رفتن خانم بهاره. حالا سکوت هم دارید، من نمیخوام روی شما تارگت. شما روز 1 بهش تارگت داشتی و روزی که من به صحبت کردم راجع به شما، شما هنوز هیچ حرفی نزده بودین. میتونی یه مافیای یار فروش باشی. من هنوز شما برام سفید نشدین، ولی با آقای تفتی نسبت به آقای دانایی خیلی موافقم. خب اونجا که سکوت داریم، آقای راستاد، آقای راستاد بفرم. بفرم. به کی آقای راستاد؟ به کی دادی آقای راستاد؟ به کی میدیم؟ به مجید میدم. بفرم. بفرم. خب من در مورد خواهشم اینه در مورد علیرضا مهران و شکیب شجره الان بحثی نکنیم. شد سکوت دارن، بعد اگه بیاریم تو دفاع چی میخوان؟ هیچ اصلا نشده. راجع به این دو نفر که اصلا صحبت نکنیم. با اینکه الان مثلا شکیب تارگت شماست، ولی فکر کنید الان بیاریمش تو دفاع، نمیتونه از خودش دفاع کنه. اصلا راجع به عزیزانی که تو سکوتن. اما چون اصلا چالش گرفتم رامین به خاطر همین که نگذره از حرف کامران. کامران، من نمیدونم مهدی مافیاست یا نه. باید اقتدا کنم به آنچه که تو داری میگی و داری گردن میگیریش بر اساس همین کتاب حقیری که ما نوشتیم در 1400 صفحه که نوشتم. اما یه مسئله است. مسئله اینه که آیه دانایی، شما به خروج خانم غفاری رأی دادی؟ ببین ایشون میشه فکت مافیایی براش، ولی من حتی اگر مافیا باشه، با تمام احترام به تو، اگر مهدی دانایی مافیا خونده بشه، به قول خودت مدالش مال کامران تفتیه. اما من به مهدی دانایی رأی نمیدم، به خاطر اینکه اگر هم مافیا خونده بشه، یارشو نفروخت. یعنی به احترام این، من عاشق مافیایی هم که یار نمیفروشه حتی اگر خودش نفترن بعد بره بیرون. عاشق مافیایی هم که یار نمیفروشه. بذاریم باشه تو چه ترن خود تو برگشت لطفا سوال بفرم. چالش تایمش کوتاه‌تر بفرم. خب خانم مقدم، شکیب سفید میشه دیگه. به قول خودتون تو ترن اول میتونست نگه دیگه. اصلا چرا باید یه کسی حتی این شک رو بیاره رو خودش که بگیم آقا چرا اینا رو راجبشون حرف نزدی، راجب این خانم حرف زدی؟ این چیزی بود که من خودم به شکیب گفتم. یعنی خورده گرفتم که شکیب تو چجوری راجع به ماهی چی حرف نزدی، راجع به اون گفتی؟ این مسئله. شکیب سفید میشه. آقا مجید، اگر بریم وارد یه اتفاقایی بشیم بعد همین مافیای بامعرفت
فردین همه چی تموم که یارشو نفروخته یه جای کار به اگر و اما بکشه چی؟ من میگم شما درست میگین، دمش گرم، قابل تقدیر، معرفت گذاشته، یارشو نفروخته، ولی ممکنه یه جایی بریم بازی به مساوی بکشه، یه تیم دیگه اون ور یه گل بزنه ما حذف شیم. به نظرم اجازه بدین که وقتی یه نفر گردن گرفته پیش بریم دیگه. دو تا مافیا میخونن تا اون دست بعدم ان شاءالله یکی دیگه رو پیدا کنیم، کلین شیت بردیم دیگه. عرض من این رای، من رای میدم به مهدی دانایی رو حرف کامران تفتی. چالش اجباری به آقای دانایی. خب بفهم. ببین آقای تفتی، شما بعد از من چالش گرفتی ارو خانوم ورداشتی گفتی مهدی دانایی بره بیرون، بعد الان هم میگی منو که میخوان بزنن من دیگه میرم. نه دیگه، نمیشه که یه خود دوتا مافیا رو با هم گرفت. اصلا امکان نداره، امکان نداره که من همه تا اونجا گذشته هیچ کی صداش در نیومده من بپرم جلو وای وای صبر کنی شاید یا بابا. اصلا مگه میشه فکت بازی به من میگه وقتی که 5-6 تا رای داره رای نده؟ من باهاتون می‌خواستم بازی کنم، دیدم یوها دست اومد بالا نمیتونم پاشم رای بدم. شما آگاهی که خانم مافیا بوده رای دادی به ایشون رای دو رو ندادی؟ خب من که اول پریدم جلو خانم، شما بعدش یه رای خشم هم بخرم. آقا ما این شما رای دادی به خانم؟ خیر. خب حالا یه کاری کنیم، منو اول بیاریم بالا، منو ببریم با آقای مهران و آقا شکیب هم کار نشته باشیم، هیچ اشکال نه. چون محکم پاشد بعدش هم گفت خانم علیرضا مهران هم همینطور. اگه خواستیم با اونا کار داشته باشین یه بار دیگه من میپرم جلو دوتا دوست. اینو ناآگاه هم من 10 نفر دارم بهش رای میدم. ببخشید آقا تموم شد؟ بله توی ترنتون سوال کن. بفهم. خب من احساس میکنم که خیلی سریع میتونیم برسیم به نتیجه. من موافقم که واقعا یه نفر اجماع بکنیم، یعنی یک نفر واقعا باید اجماع امشب ما باشه، به دلیل اینکه خب باز شب میشه، البته یک نفر دیگه بیرون میره، کنستانتین داریم، اینا همه اینا درست، اما واقعا اگر روی آقای دانایی هستین باید اجماع کنیم. اگر اجماع نکنیم غلطه به اعتقاد من. حالا من حرف تو رو قبول دارم مجید، میفهمم چی میگی، ولی واقعا اگر رسیدیم به دانایی باید اجماع کنیم. هیچ اتفاق بعدی هم نمیفته، شهر وضعش خیلی خوبه، آقای دانایی شما میتونی خیلی راحت فدای شهر بشی، نهایتش اینه که کنستانتین شما رو برمیگردونه، تهش اینه دیگه به اعتقاد من. ضمن این که تارگت من بعد از شما آقای رامین راستاده، نمیدونم چرا، ولی رامین راستاد به نظر من یه خورده گنگ بازی میکنه به اعتقاد من. بعد از اون شاید آقای معین زد باید خودش رو به نظر من اثبات بکنه. معین تو رو خدا کامران بابا این تارگیت من بود. معین جان بفر چالش میدی آقا معین بعد من چشمه بفر. میگه که گه زین به پشت و گه پشت بزین، بد نکن که شرمنده شی، گهی پشت بزین از اون بخواه از بندش بگیر. خدا منظورش دیدی که میشه توی باکس قرار داد. من به ایشون رأی 1 دادم، رأی 2 ندادم و رأی‌ها رو نگاه کردم و شما رو نگاه کردم. ایشون اگر شهروند خونده میشد تو باز برای من مافیا بودی، چون آگاه بودی و بهش رأی ندادی. وقتی هم که رأی ندادی بازم آگاه بودی و بهش رأی ندادی، درسته؟ این جبران دست قبلته. میگم داداش اگه فکت رأی‌گیریه شما با 6 تا اومدی بالا با 0 نشستی. تیم مافیا از خواب بیدار شد. این جبران دست قبلته. شما مافیایی برای من صد، شکیب شجره برای من مشکوک. همون حرفی که زدم، تو وقتی که دیدی رامین راستاد حرفی که میزنی شکیب
شجره تو روز بلایند بازی به ایشون تارگت زد. چه ربطی داره به بعدش بخواد دوباره میگی میتونست این کارو نکنه؟ تو روز بلایند تارگت زد. من بهش گفتم که اگه فردا، چون من جفتشونو مشکوک داشتم، گفتم اگه فردا رو تارگت نمونی اون موقع با هم به داستان میخوریم، که برای همین دوباره فرداش ایشون رو گفت. اوکی، تو داری خیلی مشکوک بازی میکنی، ایشون برای من مشکوکه، رامین راستاد برای من مشکوکه، شکیب شجره برای من مشکوکه، و من نمیدونم یه چیزی تو، یکی اینکه شبیه دست قبل بازی نمیکنی آقا مهران، دو اینکه موقع رأی دادنت به دست مجید نگاه کرد، یعنی با مجید رأی دادی، یعنی من قشنگ داشتم نگاهت میکردم، مجید رو نگاه کردی و دستتو آوردی بالا. نمیدونم حالا این دیگه 10 تا مافیا که تو بازی نداریم، من دارم خیلی مافیا معرفی میکنم، اما شما و شما به نظرم کار جمع میشه. بچرخه. من چالششونو داشتم. بفهمی لطفا بدین. بفهم. بعد من میگم شما رو مادرت زاییده، منو کلاغ میگین چرا؟ شما غیر از حرفای من الان پشتیدی چی گفتی آقای هاشمی؟ این حرفای منو گفتی، این به این چیه سید پخش میشه؟ این این حرفای منو راجع به امیرعلی دانایی زدی، این حرفای منو زدی، بعد به من مشکوکی؟ تارگتم معینم بوده، بعد به معینم مشکوکی؟ چجوری میشه؟ اصلا موقعی که من حرف میزدم اصلا گوش نکردی سید، داشتی فکر میکردی بلندش چی بگی؟ اگر گوش میکردی بلند میشدی میگفتی منم مثل رامین موافقم، آقا چرا اینجای بازی اینو ندیم، آقای واشقانی بذاریم بدیم بیرون، پاشادی این حرفای منو زدی. پس ببخشید کپی رایت حرفای من بود، نباید میزدی آقا سید، یا باید میگفتی به قول رامین، چون نشنیدی حرفای منو برادر من، این به این حرفای منو زدی. مجید جان متشکرم، به خاطر اینکه رد نشه از روش میگم، مهدی دانایی عزیزم، امیرعلی اسمش اومد، امیرعلی مهدی ببخشید، مهدی دانایی، درست داره میگه رامین، ذهنت یهو پراکنده شد. آقا دور نشین، قربون شکل موهاتون برم، فکتی که برای شما فکت مافیایی میشینه فکت رای گیریت نیست، فکت پریدن وسط جلو و درآوردن پیرن بابت حمایت از تک مافیایی که مدالش رفقای من گرفتن و دادن بیرون، به این دلیل شما مافیایی به من گردن میگیرم. اصلا به فکت رای گیری کار نداره، من فقط نشستم شما رو نگاه کردم، روز بلایند بازی به شما تارگت زدم، به خانم بروزمنش روز یک بازی به شما تارگت زدم، گفتم ایشون 99 مافیان، چرخید رفت اونور، مجید و معین خانم غفاری رو گفتن، همه بلا استثنا موافق بودن، حتی کسایی که الان ساکتن و حالا چه با هم چشم باز کرده، بعد شانسیشون بوده با هم چشم باز کردن و گیر افتادن، به سومیه رو به راحتی پیدا میکنید، اطمینان کنید به شهرتون، اگر من سفیدم براتون اطمینان کنید، الان دعواتو با رامین بذار کنار، رای بدید به من، مجید جان من از شما خواهش میکنم، ممکنه اون احتمال به وجود بیاد و گیر بیافتیم، یک دو آقای دانایی خدافظی کنن با ما. آقای واشقانی بفهم. میخوای بهش بگی او گراتسیا سینیوریتا، گراتسیا سینیوریتا، تانک یو. تو داری گردن میگیری دیگه، یعنی اگه مهدی دانایی بره بیرون و به خونه سفید، اون وقت کامران کار تو خیلی سخت، کار تو خیلی سخت، اطمینان کنید به شهرتون، داری گردن میگیری. من انقدر این بازی شوش برام جذابتره که گیر آوردن و مافیا و مدال و شو اینا رو خیلی، یعنی مال جوونیمون بود. آقای مجید واشقانی عزیز، حالا من ببینم کی بیشتر رأی میاره، منم رأی میدم. دوستان چالش؟ من بفرم. رامین چی میگی؟ من اصلا این که حالا دوست داریم مدال بندازم گردنت بگم که چون رامین گفت آقا ایشون بلند شد، من حرف اونم تکرار کردم، گفتم چی؟ گفتم آقا فعلا بریم سراغش، شهر رو
یعنی چی؟ یعنی اگه من با تو موافق باشم اشتباه کردم حرف تو رو زدم؟ ای بابا، باشه آقایون خانوم ها، چون رامین گفت من ازش تشکر میکنم، حرف رامین رو تکرار. من تو برام مشکوک بودی از اول، دلیلش هم اینه، گفتم بله توی این جمع یار فروشی قطعی ممکنه اتفاق افتاده باشه، به همین دلیل احساس کردم تو نسبت به خانم غفاری کمتر کنش داشتی، برای همین اجازه بده من بهت شک کنم. چرا ناراحت میشی؟ من به مهران شک دارم، هنوزم شک دارم، و تا زمانی که متاسفانه الان حرف نزد و الا قطعا من تارگتش میکردم. آقا من به مهران شک دارم، وقتی شک دارم چرا نباید بگم؟ خب من به تو شک دارم و به ایشونو تارگت نکردم، گفتم داشته باشید معین رو. چرا؟ چون رأی نداده، و الا اصلا ایشون رو تارگت نکردم، من تو رو تارگت کردم و آقای دانایی رو، و ایشون هم چون حرف نزد. چرا عصبانی می؟ چرا ناراحت؟ ممنونم سینیور. هاشمی عزیز نمیتونید اینجای بازی معین زد و به نظر من شهری میبینمش، به نظرم ازش عقب نشینی کنید. آقای دانایی، با همه احترامی که بهتون قائلم و شما گوله نمک این بازی هستین، ولی خیلی با شرمندگی باید بهتون رأی بدیم به فکتی که کاری که کردین. و یعنی شما پاشوری گفتین من با بهاره توی باکسم، بعد بهش رأی ندادیم. مگه میشه اگه باهاش توی باکس بودی پس باید بهش رأی میدادی؟ من به این فکت بهتون رأی میدم و احترامی که به آقای کامران تفتی میذارم گردم میگیره، تکلیف بازی معلوم میشه. آقای راستاد، شکیب شجره روز یک که با بهاره چشم باز نکرده بود، مجبور بود صبح پاشه دوباره تکرار کنه. روز یک گفت تارگت تک تارگتم. من به نظرم رو شکیب شجره همچنان هستم. حالا سکوت داره راجبش صحبت نمی‌کنیم. ما که امروز تک تارگت واقع دانایی، ولی خواستم اینو بهتون یادآوری کنم. مهدی جان، میدونی هم چقدر کاراکتر تو دوست دارم، هم چقدر به نظرم پلیر خوبی. من ستایشت میکنم که یارتو کاور کردی اگه مافیایی. یعنی این به نظرم فکت مافیایی تو که یارتو کاور کردی، ولی واقعا من افتخار میکنم بهت که اینجور پشت یارت وایستادی. دو نفر این کار کردن، اول سید جواد این کار کرد، بعد مهدی جان این کار کرد. مهدی به نظر من هم مافیاست با فکت بازی. یه مافیان بین آقای راستاد و آقای سید جواده. آقای سید جواد، من یه سوال از شما بپرسم. آقای زندی وقتی دوباره داشتن به آقای شکیب شجره تارگت می‌زدن شما لایک دادید، ولی نه تو ترنتون نه تو چالشتون راجع به آقای شجره حرف نزدید. حتی الان که صحبت کردین گفتین مهران سکوت داره، نمیتونم راجعش حرف بزنم، ولی به نظرم مشکوکه. رامین راستاد مشکوکه، مهدی دانایی هم که اصلا گذاشتین کنار. برای چی به تارگت خوردن آقای شجره لایک دادید؟ تو ذهنتون خب چه افکت مشکوکیتی داشت؟ حداقل آقای زندی و خانم حوریه اگه همچنان مشکوک دارن که به نظر من میتونه شهروند باشه، چون هم روز معارفه هم روز یک تک تارگت اصلا راجع به یارش صحبت کرده، پس من تو ذهن خودم میذارم شهروند به نظرم. حالا شاید دارم اشتباه میکنم، ولی به نظرم من بودم نبودم بعد از آقای دانایی مافیای بعدی میتونن سید جواد هاشمی باشن. آخرین نفر آقای دانایی لطفاً. خب آقا معین، اگه من رفتم بیرون خون شهر چی؟ اگه من رفتم بیرون خون شهر چی؟ ای خدا، این دست انتقام به این دنیا. اگه رفتم بیرون شهر بود چی؟ از اون ورش هم دیدی؟ من میرم بیرون رای نیفته، یعنی یه دونه. من عادت دارم، من خانومو میبینم 10 تا روز بلایند، 7 تا روز 1 شهر میخونه واسه من، رینه من به فکت میبازم، یه دونه فکت بیارین. آقا پریدم جلو چون 10 نفر بهش رای دادن، ناآگاه بودم. شما چرا از اول اصرار داشتی گفتی خانم مافیاست ولی اصلا رای ندادی؟ من هنوزم دودل بودم. حالا استعلام چرا نگرفتین؟ شما دنبال علیرضا مهران نمیگفت استعلام؟ استعلام نمیگرفتی شما؟ به فکت باختن خیلی حال میده. من که عادت دارم، طرفدار خانومم، خودم 2 تا خواهر دارم، زنم هم شیرمرد، میپرم جلو نمیذارم ضعیف کشی کنین. فکر کردم شهره. مگه میشه 10 نفر به 1 نفر رأی بدین؟ هم روز بلایند هم روز 1 بازی شما رأی ندادی. من حرف زدم راجبش و رأی ندادم. شما بعد از من دیدی چالش گرفتم، حرف منو زدی، خودت به من رأی دادی،
بعد گفتی که خب من دیگه که کارمو کردم واسه شهر، پس مهدی دانایی مافیا است. و اون کیه که اون بیرونه؟ اون کیه که اون بیرونه؟ دست شما درد نکنه، دو تا مافیا رو همزمان با هم زدی. خیلی عالیه. خیلی حال به من میده رأی بدین برم بیرون استعلام بگیرین ها. اصلا اینجای بازی آقا اشکال نداره. دودل نشین ها. اصلا دودل نشین، چون دوست ندارم دودلش. حالا منو بدین بیرون، فقط اگه میشه یه پلان از صورت من بگیرین، من دارم میرم بیرون. بعدش اگر من رفتم بیرون شهر بود، این صندلی رو نگین. ای بابا شهر بود، ای 50 دفعه گفت وای شهر اشتباه کرد. مگه میشه 10 نفر 10 نفر 10 نفر؟ خب پریدم جلو، 40 تا دیگه هم بودیم میپریدم جلو، 40 تا دیگه هم بودیم میپریدم جلو. بازیه دیگه، مگه به فک دادم باید ببازه؟ خیلی خب، سر صحبت آقای کامران تفتی بودم. ببینم رای دفاع، علی مهران، رامین، کافی نیست، شکیب، آسر جواد، کافی نیست، معین، مجید، خانم حوریه، خانم زهرا، کافی نیست، آقا مهدی دانایی. خیلی حال به من میده رأی بدین برم بیرون استعلام بگیرین. رأی بدید به من مجید جان، من از شما خواهش میکنم. اما من به مهدی دانایی رأی نمیدم. اصلا دودل نشین، چون دوست ندارم دودلش. 1 2 3 4 همون فرمون دفاع کن لطفاً، بقیه عکس. خیلی مخلصیم. من هیچ دفاعی ندارم، فقط میرم اینجا. اگه خواستین رأی دو رو بهم بدین. تو را ببینم رأی دو. خیلی دوست دارم اینجا بشینم نگاه کنم. تمام. بله. رأی خروج برای آقای دانایی ببینم. 1 2 آقای دانایی خدافظی کنم با.1 2 3 4 کافی نیست. نشد. بفرمید. بفرمید. 4 کافی نیست، تو بازی میمونن. باید حداقل 5 رأی می آوردن، چون 10 نفر تو بازی هستن. میریم برای شب. 3 2 1 جام تصدیق گرفت. رأی خروج ندادن. 4 نفر رأی دادن. حد نصاب نبود. خواب 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 خواب. فقط و فقط شرلوک بازی بیاد بالا. آیا حرکت میزند؟ اگر خیر که هیچ، اگر آری چه کسی، چه نقشی؟ شرلوک بره پایین، همه خواب، فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. به من بگن تکلیف امشب چیست؟ تکلیف امشب چیست؟ فدورا تیم مافیا خواب، همه خواب. ماسکو چسبیده. دوستان لطفاً زاویه سر خیلی بالا پایین نشه لطفاً. مرسی مرسی. دوربینا دارن میبینن همه خواب. فقط و فقط دکتر بازی بیاد بالا، یکی رو نجات بده. متوجه شدم دکتر بخوابه. فقط لئون، لئون
آیا شلیک میکند؟ آیا شلیک میکند؟ عاشق مافیایی هم که یار نمیفروشه. مجید رو نگاه کردی و دستتو آوردی بالا. یار فروشی قطعی ممکنه اتفاق افتاده باشه. متوجه شدم. لئون خواب، همه خواب، فقط هم شهری کین بازی. متوجه شدم. و کنستانتین، متوجه شدم. 3 2 1 روز شما بخیر. خوشه داشتیم. وقتی خودکار سبزم رو برمیدارم یعنی کشته داشتی و کشته ما از آقایان است و اسمش علیرضا مهران است. آقای علیرضا مهران لطفاً با صندلیشون 2-3 متر عقب‌تر تشریف ببرن. آقای مهران به عنوان کشته شب ما بازی رو ترک میکنن. استلام میخوای؟ مجید چرا؟ نه. 5 ثانیه مشورت کنید، به من نتیجه رو بگید. نه. 5 ثانیه مشورت کنید. نه بگیریم. کشته شب رو. فقط یه نفر. خیلی قابل عرض دیگه، ما به غیر از کشته هیچی نداریم. میریم برای سر صحبت، تعیین میشه 1-2-3 جواد. سر صحبت بذار شکیب حرف بفرمید. مرسی آمد بابا. بذار خانومه، من نمیدونم موی چیده. آقا بگه بحث مدال دادن و اینا، من دنبال اینا نیستم. از روز بلاین ترن 1 ترن 12 ترن دیگه گفتم یه لنگ پوای میسم برای خانوم. گفتم نمیخوام دیگه تارگت بزنم. گفتم شما داری به من گفتی داری تو پراکنده تارگت میزنی. میگم نه خانوم عزیز، شنیدم دارم میگم ایشون. آقا ما این شما گرفتی ایشونو. بابا درود بر شما، شما اینو گرفتی بعد من و ایشونو میذاری با هم تو یک سایت. بعد من دارم میگم من ایشون هم دیگه در یک سایت نیست، من و ایشونو میذاری در یک باکس و میگی من ایشونو گرفتم شو کردم. بعد داری به تارگتی که من روز اول زدم در مورد آقای دانای مهدی دانای دوباره به همون هم داری تارگت میزنی، میگی ایشون. صد برای من شهره. خانم شما بیای نزدیک من، به قرم بولدوزر از روت رد میشم. برای من شهری، شما هم برای من شهری، خانم شهری، ایشون برای من مافیاست. شهر شهر، خودم شهر، آقای جواد هاشمی عزیز برای من مافیا هستند. 3 عدد مافیا. من به نظرم اینا رسیده. نکن خانم، ببین دارم چی میگم. بفهم آقای شکیب، باید دلیل داشته باشی. باید دلیل داشته باشی برای حرفت. همینجوری تو رو خدا الکی نندازید بعدم بگید من ترپ انداختم مثلا. و دلیل داشته باشید. من آیا تنها کسی نبودم که به ایشون رأی دادم و ناراحتم از این که به ایشون رأی دومم دادم، ولی با من 4 نفر، فقط 3 نفر دیگه همراهی کردن. فقط 3 نفر. شما الان دانایی برات هست یا نه؟ رأی دادی بهش؟ کی باش رأی داد؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی واقعا 2 نفر میندازم بیرون؟ خوبی؟ خب این برای خودت هم میتونه دلیل متقن باشه برای اینکه تو همین کارو کردی. اگر واقعا میگی من اون کارو کردم، خب منم اون کارو کردم. اصلا آقای دانایی رو که ایشون داشت حرف میزد، ایشون بعد گفت، من گفتم آقا مجید بذار رأی بگیریم براش. هنوز هم جزء تارگت های منه، چون رأی دوم هم بهش دادم. چطور این حرف رو میزنی؟ من از آقای مهران عذرخواهی میکنم. من به مهران شک کردم و این از روی ناآگاهی منه. خیلی راحت، هنوز رامین راستاد برای من حل نشده. خب چیکار کنم؟ میخواید اصلا تارگت نزنم؟ رامین راستاد برای من حل نشده. خانم ببخشید، خیلی محکم به شما میگم، بسیار دوگانه و ما میگیم منافقانه حرف میزنید.
خیلی. چطور ممکنه اینقدر محکم بری تو دل دانایی بعدش راحت بهش رای ندی؟ آخه اصلا من نمیفهمم. من واقعا نمیفهمم. من بازی شما رو دیدم قبلا، 10 بار ما با هم بازی کردیم خانم بهروزمنش. به نظر من شما داری اگر شهری مافیایی بازی میکنی، ولی من تا اینجا شهری بازی کردم. معذرت. به چرخه لطفا آقای موی. بذار چون اون میخواست حرف بله، بزنه. بله، آره بله، بعد نگرفت. بله، بعد از من فقط. بعد از تو حتما. من رأی یک بهت دادم دانایی، 2 رو بهت ندادم، ولی ای کاش که میرفتی بیرون احساس کنم شهری، ولی کاش میرفتی بیرون و یه استعلام میگرفتین خیلی چیزا. میدونی شما رأی دادید بهش، سه جواد تو منو نشنیدی، یعنی میدونی یه احساس بکنم که یه ذره الان چیز شدی. اگه تو میرفتی بیرون، چون من 2 سایت دارم نمیتونم 6 نفر رو مافیا کنم، اگه یه دونش در بیاد میدونی یه دستم کامل میشه. ولی ازت اون لحظه حس شک، ولی کاش که بهت رأی داده بودم، چون الان خیلی اوضاعمون بهتر بود. کلام آخر لطفا. من 2 گروه مافیا دارم که یا بریم آقا. بله من چالششون رو داشتم گفتم حقت بود اتفاقا این اتفاق بیفته، چالش بدی که تو چشت این اتفاق بیفته و بهت بزنه. عزیزم میووردی بالا دست تو موین جون، شما رأی ندادی، مجید واشقانی رأی نداد و خانم بهروزمنش. نمیشه که من الکی تو خیابون خالی لاتیشو پر بکنم که فقط پاشم بگم نما دوست داشتم 40 بودیم میرم جلوش وا میستم. فکت آوردم، فکت متقن آوردم براتون که ایشون مافیاست. رامی رای داد، من رای دادم، سید رای داده و خانم مقدم. حرف زدیم قرار بود شهری بازی بکنیم، به این نتیجه رسیدیم اگر یه همچین اتفاقی بیفتد آقای واشقانی گفتن من رای میدم، خانم بهروزمنش پاشدن میگن بله شما که مافیایی، ولی اینجوری اینا ساکتن میذاریم بعد موقع رای 2 رای نمیدیم. خب چه اگر این مافیایی نباشه چیه؟ خانم بهروزمنش این اگر فکت مافیایی برای شما نباشه چیه؟ موین عزیزم اگه فکت مافیایی برای شما نباشه چیه پس؟ خب بعد یه کار شهروندی بکنین دیگه. بعد همینجوری واسه وسط بگیم خب الان شکیب چون حرف نزده باشه بیاد. این بدبخت چه میدونست؟ زد چش باز کردید با هم چش باز کردن. حالا نمیتونه کاری بکنه. این اصلیه رو بدین بیرون بعد راجع به اون حرف بزنید. بفهمید آقای باشه. خب آقا واشقانی مستقیم با خود شما و خانم حرف میزنم. شما یکی از این دستایی که با هم بازی میکردیم، نمیخوام فکت هیستوری بیارم، یاداوریه، گفتی به خود من چون به شما رأی دادم گفتی شخصی بازی نکنین. شما کتاب با یه کارگردانی کار میکردم، برام تعریف کرد قبل اینکه فیلمو شروع کنیم تو دفتر، گفتش که یه کتاب من نوشتم چگونه فیلم سازی کنیم، توی انجمن سینمای جوان هم این کتابو تدریس میکنن. ما یه مدت رفتیم سر فیلم برداری، 7-8 روز گذشت، من فهمیدم خودش هم کتابه رو نخونده. الان به نظرم خودت کتاب گردنگیری تو نخوندی. آقا گردن گرفت، پاشد خودش رو پاره کرد، گفت آقا گردن میگیرم. چی کار باید بکنه؟ لباساشو در بیاره مثلا؟ چی کار باید بکنه که یه نفر رو بدین بیرون؟ خانم چرا بهش رأی ندادین؟ آقای واشقانی چرا بهش رأی ندادی؟ سید جواد چرا اون خانم وقتی بهت میگه بین تو و رامین و راستاد یه دونه مافیا هست میگی نه؟ چون آگاهی من که نیستم، خودت هم نباید باشی دیگه. ولی تا گفت بین شما دوتا مافیا هست من شما رو نشون دادم. من عقده اینو نداشتم بگی رامین یه حرف رو زده، گفتم وقتی عین حرف منو میزنی چجوری منم تارگت میکنی؟ حرف منو میزنی منم رد میکنی؟ متشکرم، چالش بود. آقای واشقانی بفهمید. من اعتراف میکنم که بله کاملا حق با شماست و کامران تفتی. من گفتم رأی نمیدم، گفتم به مهدی رأی نمیدم،
اشتباه کردم و گفت قبلش اعلام کردم من رأی نمیدم. به خاطر دلیلش هم گفتم، گفتم به خاطر اینکه یارشو نفروخت. ولی من وقتی با شهر دارم بازی میکنم اگه یک نفر گردن میگیره بله من اشتباه به متوجه من نمیشه، متوجه کسی میشه که گردن گرفته، من بعد رأی میدادم. ولی شخصی بازی کردم و رأی ندادم و گفتم رأی نمیدم، از این بابتم از شهر عذرخواهی میکنم. اما آیه هاشمی دو نفر رو گفتی شکفت، یکی مهدی دانایی بود، یکی هم سرکار خانم که بیرون نشستن. با این دو جمله من نمیتونم شما رو بیارم تو سبد مافیاییم، یعنی میگم مگه میشه یه نفر بگه دو نفر شکفت، ولی مافیایی داری بازی میکنی. میدونی چی میگم؟ درسته میگم؟ مافیایی داری بازی میکنی؟ ببین میگی فکت، ببین منم نمیخوام فکت هیستوری بیارم. امیرحسین رستمی پاشد گفت مجید واشقانی برای من یک علامت سوال بزرگه، همین فکتش این بود و شما پشت دستش پاشدی گفتی دقیقاً درسته، باید بره بیرون چون مافیا بودی. خب درسته؟ بدون فکت. آقا یکی برای من علامت سوال بزرگه که نشد فکت، ولی من الان شما رو گردم میگیرم، میخوام روت اشتباه کنم، ولی من الان شما رو گردم من یه علامت سوال گذاشتم جلو یه میخوام روت اشتباه کنم. مجید جان کی؟ اگر بزنه میخوام بدون فکت میخوام گردم بگیرمت، همون جوری که من گردن گرفتی. اگر بزنه و من اشتباه کنم من تنبیه بشم بابت اینکه من هم بدون فکت بازی کردم. الانم نمیخوام از رو مهدی بردارم بیارم سمت شما، ولی چرا؟ ولی برات یه فکت میارم. برای اینکه گفتی چالش اجباری به مهدی، یعنی چی؟ خیلی جملت گل درش بود. چالش اجباری به آقای دانایی. چالش اجباری به آقای دانایی. چالش اجباری به مهدی دانایی یعنی چی؟ کی چالش؟ کی تا حالا این همه مافیا بازی کردید گفته چالش اجباری به سرکار؟ چالش اجباری یعنی چی؟ موقعی که او داره گردن میگیره شما میگی چالش اجباری به مهدی. منم بازی تو رو میشناسم، برای من شما صد سیاه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه که سرکار خانم. آقای واشقانی یعنی الان موافقین به جای آقای دانایی به آقای؟ حالا من جان دیسلایک، من بعدم نمیاد این کارو به نظرم. البته آقای دانایی احساساتی کردن جمعو که رأی نیوردن، اینی که میدونیم مافیا هستن، ولی بعدم هم نمیاد که چون یه تکرار دوتاشونو بیاریم بالا. ولی من نمیتونم آقای واشقانی، یعنی آقای هاشمی باید انقدر یارفروش باشه؟ یار فروشی قطعی ممکنه اتفاق افتاده باشه. این دوست و رأی دوم به اون دوست و خیلی عجیبه، ولی من با شهر بازی میکنم و به دو نفرشون رأی میدم. بله مرسی. آقای واشقانی تو از این اشتباهات زیاد کردی پسرم، چون اندازه پسرم هستی سنتو میگم. آقای واشقانی عزیز الان داری چی کار میکنی؟ آیا تو دقیقاً به صورت اختصاصی داری مافیایی بازی میکنی یا من؟ دور بزنیم. رأی به اون خانوم رأی دوم ندادی، رأی به این آقا نه یک دادی نه دو. میخوام اختصاصی برم جلو، میخوام ببینم شما دوتا که خوب دارید پشت هم بازی میکنید و واقعاً دارین به شک میزنید. ببین من ناآگاهم، ایشون و خانوم بروزمنش، من به شدت ناآگاهم، برای همین واقعا الان خیلی خیلی اتفاقا فکر میکنم شما دوتا مافیا هستید. نمیدونم چرا، واقعا رامین من از تو هم عذرخواهی میکنم، از تو هم عذرخواهی میکنم. از این واضح تر منو گردن گرفتی. هستم محکم، هستم محکم. اتفاقا میگم
همشهری کین که شما میگیم من اگر بشم هیچ وقت نمیشینم با کسی، بشینه با من، هستم محکم. اتفاقا من میگم منو بزنه مستقیم. و الان چرا دیر بشه؟ چرا دانایی؟ اتفاقا من با شما موافقم، من میرم اونجا و میرم کارت میکشم میرم بیرون، بالاخره کنستانتین یا مهرانو میاره یا منو دیگه، اگر انشالله متوجه بشه که ابیلیتی بهتری داره. کسی چالش میخواد؟ بله، برای آقای واشقانی. اگه من یه نکته یادم رفت بگم، خیلی معذرت میخوام، اجازه هست؟ چالش اجباری رو من صدها بار به کار بردم. من میخواستم حرف دانایی رو بشنوم. معلومه که میگم آقای واشقانی، تو اون کتابت اینم بنویس. حتماً چالش اجباری برای کسی که مورد اتهام قرار گرفته. بله، معلومه که میدم. آقای سید جواد، ولی ایشون اختیاری خودشون چالش میخواستن. نیازی نبود بهشون اجباری بدین. دستشون جلو بود، شما نگاه کردین گفتین چالش اجباری. خودشون چالش بودن. من به اونها خواهش می‌کنم راجع به اون حرف نزنید. بچه‌ها نه، چون جملتون رو با این تموم کردین میگم. خب الان معتقدین من و آقای واشقانی که با هم بازی می‌کنیم مافیاییم؟ روز یک رای دو دادن به خانم بهاره. من رای دوی آقای واشقانی رو دیدم. حالا ما دو تا تصمیم گرفتیم روز یک یارمون رو بفروشیم، درسته؟ پس یعنی یک نفر که رفته بیرون، من آقای واشقانی هم مافیاییم. پس چه رای دو دادین به آقای دانایی؟ اگه رسیدین به مافیای ما دوتا، خب برین تو رای دوهای آقای دانایی تارگت کنین. الان رسیدم. آقای سید جواد هاشمی، الان شما نباید صحبت کنید، بعد داستان میشه، بعد دور بازی بعد میگه آقا فلان فلان نکن دیگه. برای اصلا سید جواد، آقای دانایی مافیا نیست. کی مافیا؟ یعنی سایدا شما با کی باز میشه؟ الان یه نفر ما میخواییم با دست شما رای بدیم. آقای دانایی، من آقای واشقانی چی شدیم؟ ببینید، خب من میگم شما مافیایی بازی میکنین، شما ناراحت میشین، حالا کاری ندارم. من صادقانه راستشو بهتون بگم، با عقلم رأی یک دادم به مهدی دانایی، با دلم رأی ندادم، چون من به همتون به عنوان دوستانم و همکارانم تعلق خاطر دارم. تو ترنم هم گفتم من به نظر مهدی پلیر خوبیه، کاراکترش هم خیلی دوست دارم. اینکه به یارشم رأی نداده و پشت یارش وایستاده، ستایشش میکنم. و لحظه آخر خودش کاری کرد که من رأی دو ندادم و عذرخواهی میکنم. در نقش شهروندی با شهروندا بازی نکردم. امروز رأی میدم به آقای دانایی. ولی به نظرم سید جواد جان، اگه من دارم اشتباه میکنم در مورد شما، به نظرم به نظرم شاید نحوه بازی شما توی این بازی اشتباه بوده، چون الان شما دارین دوتا شهروند قطعی بازی رو تارگت میکنین. حداقل باشه ذهنتون رو اصلا از ما آزاد کنین، بعد از آقای دانایی بگردین دنبال مافیا، به ما مافیا اعلام کنین. چون توی ترنتون الان باز من سعی کردم هر جوری بخوام به شما شهروندی گرفته. خب شهرونده آقای هاشمی، سکوت انضباطی. بفرمید خانم. من حرفی ندارم، چالشم آقای واشقانی. بفرمید آقای واشقانی، چالنجش من باید فکت پیدا کنم. فکت 100 در مورد مهدی دانایی، فکت 100 ندارم. فکت 100 هم گردنگیری کامران تفتیه، اینو قبلش گفتم. من باید به مهدی دانایی رأی میدادم همراه شهر، برای گردنگیری یک نفری که شهر دارمش، درسته؟ شاید مهدی میرفت بیرون، که به کامران هم گفتم اگر مهدی بره بیرون سفید بخوندش، تکلیف من با تو چیه؟ گفت منم پشتش میرم بیرون. اما آقای سید جواد هاشمی، منم برای خودم دارم بازی میکنم دیگه. من به مهدی دانایی رأی ندادم، گفتم چون کامران گردن گرفته احتمالا مهدی رأی میاره، رأی نیاورد. شما مافیای سومت، ببین تو ذهن من مهدی دانایی مافیا نیست. تو ذهن من یه ذره برگرد عقب، شما مافیای سومت از اینجا شروع شده تا رسیده به اینجا، مافیای ست کیه؟ من هر کی که تو ذهنم شهر میشینه تو بهش میگی مافیا. علی رضای مهران رو عذرخواهی کردی، از رامین راستاد عذرخواهی کرد، آقا دونه دونه اینا رو عذرخواهی کردی دیگه. مگه میشه شما مافیای سه نداری؟ بفهم. واقعا اشتباهمون این بود که آقای دانایی شما رو بیرون ندادیم. یعنی همه این داستانا برای این بود که، یعنی شما حتی اگه شهرم بودی و ما اشتباه میکردیم، هیچ کدوم این مسائل پیش نمیومد. ساید خیلی ها در میومد و به نظرم هم الان کاری که دیشب نکردیم و باید الان انجام بدیم، یعنی حرف دیگه. و بعدش
با توجه به استعلامی که از ایشون میگیریم اون موقع دیگه میتونیم راجع به هر آدمی جداگونه صحبت کنیم و بگیم که چی به چیه. الان به نظرم میتونیم نکست بدیم و کاری که نکردیم و عقب انداختیم و اشتباهی که کردیم و جبران کنیم حتی به غلط. خب ببین من که اصلا تو دفاع نمیرم، اصلا حالتم هم دفاعی نیست، چون اینجا میخوام یه کلام بهتون بگم. من دیشب بسته بودم. خب وگرنه تا حالا کارو در آورده بودم انقدرم گنگ نمیشد بازی. اصلا و ابدا اینجوری نمیشه که 22 نفر صحبت کنیم، یعنی 11 نفر دوباره 11 نفر همه مهدی دانه. بابا هیچ چیز دیگه ای الان یار دیگه ای من مافیا یارم کو؟ بابا شما خودت حرفی که من زدم و زدی سلطان. من اصلا جلوی شما که دست دوم فروشم تو لاتی میگه این لاتی گفته بشینه، من کوچیک شما، من نوکرتم. ولی اصلا بابا مگه میشه 11 نفر دوباره 11 نفر مهدی؟ خب چرا ندادیم؟ من که تا دم میز رفتم 4 تا آوردم، یه دونه دیگه ندادیم؟ خب کدومه؟ یک یارم هم که بیرونه، پس یه دونه یار دارم به من رأی نده، دم اون یار با معرفتم هم گه. خب رأی بدین دیگه. من خب اصلا به خاطر این نمی‌نویسم آقا معین، چون 2 ساعت همه دارم بهم میگم مافیا، اهل دفاعم نیستم، مافیا بودم سکوت، خیلی خونسرد اون بغل میشستم داشتین رأی میدادین دیگه، چی کار دارم؟ منم رأی میدادم تا تأسفید بودم. شما 3 شب من میگی بای بای، منو زدی، من رفتم. او من که میزدم، خب میبستم، نمیدونم سلاخی میکردم، یه 4 تا کار بلدم. او من مختص شمام، ولی مگه داریم مهدی دانایی، سکوت. مگه داریم؟ من چند نفر چقدر دفاع کنم؟ چالش میخواد کسی از دوستان؟ حالا قربونت برم، شما تاناکورا فروش نیستی، اورجینال فروشی عزیز دلم. تاوانش شد بیرون بودن علیرضا مهران، تاوانش شد این به هم ریختگی که الان داره اتفاق میفته. یه فکت دیگه که به شما میشینه، یه تارگت فلان شدی بزنی بگی آقا این مافیاست، پاشو بگو رامین راستاد مافیاست، این که پدر منو در آورد الان کمرمو سوراخ کرده، این آقا مافیاست. به همین دلیل اون دسته بالا نرفت، احساسی شدن دوستان، فاز اوشین و سوسانا برداشتن و اصلا گرفتاری شد، ایجاد شد، افتادیم این وسط. سید بدبخت شهرمون هم مجبوره دیگه، هی از این عذرخواهی میکنه، هی از اون عذرخواهی میکنه، مجید هم میگه خب باشه، این مافیاس. الان من شرمندم که اینو میگم، به دلیل داشتن این دو تا فکت باید این اتفاق میافتاد مهدی جان و شما میرفتی بیرون و وقت اینجوری مصیبت نمیکشیدیم. تاوانش بیرون بودن اون آدمه. یه دقیقه دعوا نکنین سید جان، آقای واشقانی، خانم بهروز منش، بذارین اون سوم خاموشه که نشسته الان ترتر داره به ریشمون میخنده تمومش بکنیم، بذارین ایشون برن بیرون، میخونه شهر، شما میگین من مافیا، منم میرم بیرون، بعد بشینین با اون یه دونه مافیاتون با هم دیگه لذت شو ببرین. الان یه دقیقه وا بدین لطفاً، این دفعه دستاتون بیاد بالا، اشکال نداره، بذارین من شهروند تبره باشم که دارم یه شهروند رو اشتباه میدم بیرون، ولی چون خودش گفته به فکت میخواد ببازه، برای من دو تا فکت متقنه، یک دفاع از شهروندی که نبود مافیا بود، دو یه دونه مافیای قطعی تو 3 روز بازی معرفی نکرد. بله بشین پاشا شد من خیلی، ولی یه دونه مافیا نزد، یه تارگت نزد. لطفا اجماع کنید ایشون برن بیرون، مافیای سوم رو پیدا کنین. متشکرم. چالش بفهمید. خب دیگه راست میگه کامران، تموم، یعنی اصلا بحثی نیست، الان یه ترن هم عقب افتادیم، یه نفرم از دست دادیم. بعد آقای دانایی چرا اینقدر پرپر میزنی که باشی؟ داداش میری بیرون کنستانتین میارتت دیگه، آقا میریم بیرون میفهمیم این سیاهه دیگه، چرا اینقدر پرپر میزنی؟ من جای تو بودم میگفتم آقا بزنیم برم دیگه، برم برای اینکه بعد اینو سرویس کنم، بگم دیدین سیاهتون این بود، گول خوردین. بچه گردن گرفته دیگه نکنین. شکیب جان اگر واقعا خیلی خیلی موضوع مهمی که نیست بگی، به نظرم نکس بدیم تکلیفمون واقعا معلوم شه. جسارت میکنم، ولی خانم 2 نفرم نه، اونورم مجید کاری نداشته باش، جون مادرت کاری نداشته باش، بذار یه بار ببریم درست حسابی. خیلی
من یه نکته بگم. آخر. آره یه نکته. سر سوال سه جواب. بفرم. مجید رأی دوم به آقای دانای مقدم نداد. چون میشناسم مجید میخواست بازی ادامه پیدا کنه و یکی ایش بکنه. معلوم بود. از قصد. فقط همین. بله ایشون رو رأی میدم و آقای جواد هاشمی دلایلمو بگم دیگه ترنه بعد. تمام. بله آقا. سر صحبت آقای سید جواد هاشمی بودن. رأی برای ایشون که سکوت انضباطی هم یادآوری میکنم دارند. آقای معین. آقای مجید. خانم حوریه. کافی نیست. خانم زهرا. آقای مهدی دانایی 1 2 3 4 5 6 7 دفاع میکنن. آقا کامران، آقا رامین و آقا شکیب. همونو مجددا لطفا دفاع کنید. ختم بده. یارم کو، یارم کجاست؟ خیلی وزدست یارت. من تارگت ندارم. حالا شما بگو یار من کجاست؟ آقای تفتی یه دونه یار منو بگو. 10 تا این دیگه، 10 تا، 11 تا، یه دونه یار منو شما بزن. شما یه یار منو بگو. آقا شکیب شما یار منو بگو. بابا من میگم شکیب شجره سفید بازی، علیرضا مهران سفید بازی، چون رأی مستقیم شلاقی دادن خانم بره بیرون. من ناآگاه بودم. الان که دفاع کنم که نمیوفتی. میخوام دفاع نکنم چون فرقی نمیکنه. از قبل خوب بازی کردم ها. دفاع نکنم، رأی میدم، فرقی نمیکنه. ولی این بازی یه چیز داره. یه داستانی داره که میدونی چه، یه دلتون میسوزه واسه این زور زدنم. همین. خیلی تمام. ممنون. تمام. آقای دانایی تمام. بله آقا من مخلصم. به غیر از آقای شکیب شجره که حق رأیشون سوخت، بقیه میتونن رأی بدن. رأی خروج برای آقای دانایی ببینم. 1 2 3 4 5 خیلی. آقا تشریف بیارید. بفهم. هر چقدر بسته بگو. بالایی. الان بر زدن بسته. بله. هر چی شما بگید. شما بالا. باید بگید. من چی کارم؟ سامورایی دیگه به قول. این؟ بله. ای خدا. ای خدا. چی شد؟ با خودم چی؟ تغییر چهره. خواب. همه خواب. هیچ کی هیچی نگه، فقط خواب، فقط خواب. 3 2 1 خواب، خواب، خواب. کلن بازی رو ترک کنید لطفا. متشکرم، متشکرم. چون کسی که فیس آف میشه امکان برگشت به بازی طبق رول بوک نداره. همه خواب لطفا، همه خواب. همه خواب، شما کن لطفا. فقط شرلوک بازی میاد بالا. به من میگه آیا استفاده میکند یا خیر.
متوجه شدم شرلوک خواب. تیم مافیا از خواب بیدار شن. به من بگن تکلیف امشب چیست؟ دور متوجه شدم تیم مافیا خواب. فقط دکتر بازی بیدار شه، یک نفر رو نجات بده. متوجه شدم دکتر خواب. فقط لئون آیا شلیک می کند؟ متوجه شدم لئون خواب. همشهری کین. متوجه شدم خواب. همه خواب. فقط کنستانتین بازی آیا احضار روح می کند؟ متوجه شدم خواب. دو یک اعلام روز. تولد نداشتی اما کشته داشتی، اون هم چه کشته ای؟ سلاخی داشتی. آقای سید جواد هاشمی سلاخی دیشب بازی بودن که خواهش میکنم تشویقش میکنیم به طور کامل بازی رو ترک کنن طبق رول بوک. الان فقط آقای مهران و خانم قفاری میتونن برگردن. آقای سید جواد چون سلاخی شدن به طور کامل باید بازی رو ترک کنن و آقای دانایی هم که فیس آف شدن ایشون هم کامل بازی رو ترک کردن. آقای سید جواد خسته نباشید. خیلی متشکرم. و سرکار خانم حوریه کشته شب ما بودن که در سایت بمونن بازی رو کامل ترک نکنن. خانم حوریه کشته شب ما، آقای سید جواد که کامل ترک کردن، سلاخی دیشب ما. نخواستین استعلام بریم بعدی؟ چرا بگیریم آقا؟ نفر... بگیریم چی به چی آقا؟ بابا نه چی به چیه؟ 10 ثانیه مشورت داریم میسوزونین استلام. آقا سید جواد رو نمیخواید. 10 ثانیه مشورت سید جواد چی بود؟ فرقی داره برات وقتی تقریر چهره اومده؟ من میدونم چیه. آقا میخوام بدونیم. آقا من بدونم آقا رفت بیرون یا هنوز تعدادشون معد معلوم باشه؟ چشم. عرض میکنم الان آخرین استلامتون رو عرض میکنم. از بازی شما یک شرلوک یک مافیا و سه شهروند بیرون هستند. یک شرلوک، یک مافیا و سه شهروند بیرون هستند. اینم آخرین استعلامتون که عرض کردم خدمتتون. حالا بریم سراغ باقیه بازی. لطفاً بیان تو بازی. سر صحبت میشه 1، 2، و 3. خانم زهرا سر صحبت بفرمایید. کسی چالش میخواد؟ چطوری بدین؟ بچه‌ها دیگه بیان تو بازی. کسی چالش میکنه؟ یه مشورت بس. بیام تو بازی. به نظرم حتما بعد استعلام میگرفتیم تا بفهمیم سلاخی شرلوک یا پدرخوانده. صبر کن. چون ممکنه لئون بازی هم اشتباه زده باشه. من به نظرم بعد استعلام میگرفتیم. یه دونه فیس آف، حالا که شرلوک بیرونه یه دونه دیگه، یعنی دوتا مافیا الان تو بازیه که هیچ کدوم اورجینال نیستن. هر دوتا مافیاهای جدیدن. چون مافیاهای واقعی آقای دانایی بوده، سید جوادی بوده که شرلوک سلاخیش کرده و خانم بهاره که... پس یعنی الان ما هممون مزنون میتونیم باشیم به هم. الان اینترنی که حرف میزنیم مهمه.
من به حرفاتون گوش میکنم، چالش میگیرم، وارد بازی میشم چون سر صبح. نوبت آقای تفتی بفرمایید. چالش میخوایم بچه‌ها. بچه‌ها اگه با من بازی میکنید حواستون رو من بدین. به نظرم سوزوندین استعلامو. چون دو تا شک بیشتر نداشت الان گرفتن این استعلام. معلوم بود که دو تا مافیا هستن. حالا چه تقلبی باشن چه اورجینال باشن. اینکه ذهن شما با ذهن مافیای روانشناسانه ای که بازی میکنید میتونه بذاره سمت اینکه شلوک انتخاب کرده با مافیا بشینه، این شما رو برای من رو صندلی مافیا میشونه. خانم بروزمنش، از روز بلایند بازی هم گفتم شما 99 مافیایین. من مشکلم با شما نیست، مشکلم اینجاست که وقتی اونجوری دست دست میکنی میره، الان میچرخه، ممکنه این تاس نشسته باشه جلوی یه کسی که دوست داشت بازی ادامه پیدا کنه، دوست داشت بازی ادامه پیدا بکنه و الان دیگه در آوردنش کار خیلی سختی. الان دیگه من فقط با پیشونی برم تو این ستونی که اینجا هست که اونجوری رگ گردنشو باد میکنه، مام پدرمون در میاد، شهروند بیرون اونم راحت فیصافشو کشید، دقیقاً هم گذاشت جلوی کسی که با پدرمون اینجوری وسط بازی در بیاد. تموم بود، گرفته بودیمش، با کلینشیت برده بودیم. ببخش من مجبورم به تو ایراد بگیرم، انداختیمون توی همون خطری که رامین گفت. Lovely ceremony by the way, many a tear shed in joy. کسی کارت شهروندی دریافت کرده؟ من خانم رو مافیا داشتم، همچنان دارم و شک داشتم به شکی به شجره به دلیل اتفاقی که افتاده بود و احساس میکردم تو اجبار گیر کرده، چشم باز کرده باهاش، ولی الان تکلیفم با خانم بروزمنش مشخص میشه. شما خانم بروزمنش برات مافیاس یا شهره؟ با لایک دیس لایک، مافیاس یا شهره؟ لایک دیس لایک. ما اینجا خانم بروزمنش برات مافیاس یا شهره؟ لایک. مافیاس؟ نمیدونم. مافیاس شهره؟ الان قبل شما صحبت کنم؟ بله. من چالشو همینجا سوزوندم که سوال بپرسم به نظرت من مافیای اورجینالم؟ الله اکبر. آقای سید جواد با نقش مافیایی سلاخی شدن یا شهروندی؟ با نقش شهروندی؟ پس چجور دوتا مافیا تو بازیه؟ پس شات چی بوده؟ یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه ببین. آقای دانایی یه مافیا بوده، درست. خانم حوریه یک مافیا بوده، درسته. اون مافیا بوده، فیساف کشیده، شهروند خونده استعلامشو بیرون، درسته؟ سه تا خونده شهروند دیگه، یک مافیا، یک شرلوک. خب اگه من اصلا با فیساف مهدی دانایی کاری ندارم، شما داری میگین من اورجینال مافیام. من اورجینال مافیایم که یک یارمو فروختم، دو یارمو فروختم. سید جواد هاشمی چجوری واسش عرض شهروندی میذارین شما؟ خب سه جواد شهروند بوده، پدرخوانده سلاخیش کرده. کی هوریه رو زده؟ پس چرا شلوک بیرونه؟ نه آقای تفتی، دقیق متوجه منظور من بشین. ما دیشب دوتا کشته داشتیم، درسته؟ دوتا کاراکتر میتونن سلاخی کنن، پدرخوانده و شلوک. من جمله هم میبنم، توی استعلاممون خوندیم شلوک بیرونه، درسته؟ پس ایشون سلاخی شلوک بودن، ایشون شات مافیا بودن، پس سید جواد مافیای بازی بوده. واقعا آقا رامین بفهم میخوام. سرکار خانم، به شما بیشتر میچسبه تا سید جواد. سید جواد که سبر وایساده بود واسه هر دوتا، شما رأی ندادی. چرا الان سید جواد نیست داری میریزی رو سید جواد؟ سید جواد که هم برای اون خانم رأی اول و دوم داد، هم برای این آقا. شما بودین که برای آقای دانایی رأی ندادین. آروم لطفا. بعد یعنی چی؟ شما نمیدونین که شلوک نمیتونه سید جواد رو با ساید شهروندی سلاخی کنه جاش بشینه؟ چی میگین؟ از اول گفت 99 شما رو، گفت 99 اورجینال هم شما رو داشت، ولی حالا چون یکم هی پخش میشد و دانایی رفت و اومد، ولی
واقعا دیدین که اگر این شهر ببازه آقای مجید خانم به شما دو نفر میبازه؟ اگر شهر بوده باشین؟ برای اینکه اون دست اول نکردین، مثال تیم ملی مونو زدم، گفتم هر سال تیم ملی ما میرسه توی بازی ملی به یه جایی که میگن اگر اون فلان تیم اونو مساوی کنه ما اینجا این کارو بکنیم، ما الان کشیدیم به همینجا. یه شب فرصت دادیم به مافیا، یه شب به شدت فکت رو شما میشینه خانم، الان که دیگه رسما دیگه دارین مافیایی بازی. چالش تو من میدی. خانم به شما این فکت میشینه به چه دلیل؟ اگر شلوک بازی سید جواد مافیا بود و سلاخیش کرده بود پدرخوانده، شلوک میشینه مافیا. یک مافیای دیگر داشتیم که قطعی رفته فیساف کرده تغییر چهره برداشته میشد مافیا. سه تا مافیا در بازی باقی میموند. گوش بدین خانم، گوش بدین، شما صد مافیاین، شما صد مافیاین. به چه دلیل اینو میگم؟ وقتی ذهنتون میتونه انقدر سناریوی مریضی رو بچینه چون تارگتتون سید جواد بوده و میگی قطعا ایشون مافیا بوده دیگه، شلوک انتخاب کرده که بره با مافیا بشینه بازی بکنه. تا قبل از بیرون رفتن آقای دانایی دو تا مافیا در این بازی بود، ایشون رفت تغییر چهره کشید، همچنان دو تا مافیا بود غیر از آقای دانایی. یعنی یار آقای دانایی آقای سید جواد بوده؟ 100% نه، 100% نه. شما یارش بودی خانم. و اون کارت کجا نشسته رو من کاری ندارم، چالشم وقتش کوتاهه. لطفاً رامین جان یه ذره متمرکزتر بتونیم توی یک مسیری با هم قدم بزنیم. شکیب جان به نظرم ما اونجا باخت دادیم که تغییر چهره کشیده شد. من 99 تا میذارم شلوکمون طرف شهر نشسته و اون فیسافی که الان مافیا شده کشته شبمون خانم مقدم رو داده بیرون. بفرمایید آقا شکیب. ببین کامران جان، منم دقیقا فکری که ایشون کرد و کرده بودم. میدونی چرا؟ چون که بذار حالا منم اینجوری توضیح بدم و اصلا نباید به نظر من اینقدر توضیح بدیم، باید حتما امروز یکی رو اجماع بکنیم بره بیرون، چون دوتا مافیا در بازی داریم دیگه، درسته؟ الان میگم. ببین دانایی، آقای مهدی دانایی مافیا بود، رفت کارت فیس آف گذاشت جلوی هر کسی. خب حالا گذاشت از جلوی تو، شما مافیای خودش رو داد به شما، همچنان در بازی دو نفر بودند. من با دید خودم و استدلال خودم از ترن قبلی هم حالا یکم رفت تو فضای شوخی و اینا، یعنی شوخی منظورم اینه که یکم گفتیم دیگه خیلی شو شده بود، گفتم آقای جواد هاشمی یار آقای مهدی دانایی. چرا؟ خیلی راحت وقتی که میبینه دو تا تمام یاراش دارن شو میشن بلند میشه مجبوره بزنتشون. و من اینجا نوشتم بله آقای هاشمی عزیز، جنسی که داشت دفاع میکرد از مهدی دانایی و از یار خودش، جنس بازی شهری جواد هاشمی نبود و شلوکیشونو سلاخی کرد. خب حالا این چیز من بود، من اینو به تو توضیح دادم که بدونی که تو ذهن من داره چی میگذره، ولی من همراه تو به دو نفر شک دارم، هم به ایشون هم به مجید واشقانی. یعنی نمیدونم چرا، ببین هنوز صحبتشون هم نشنیدم، خب ولی احساس میکنم کارت فیس آف جلوی یکی از این دو دوست عزیزم. خب آره نسبت به شما مشکوک نبودم، ولی با توضیحاتی که دادید یکم به کامران تفتی عزیز من گیج شدم. من حقیقتش اول بین مجید واشقانی و رامین راستاد شک داشتم، ولی بعدش نسبت به شما. الان در حال حاضر به سنف من با شما شهرم، حالا میخوای بگو که شاید کارتون باشه اومده باشه جلوی من، بله شاید این امکان وجود داره که 100% اومده باشه جلوی من، شاید هم نیومده باشه، خودم که میدونم. من با شما بازی میشه و با معین هم بازی میشه، بین این سه دوست عزیزم. مرسی آقا معین، بفرمایید. حالا چالش با توجه به حرف تو، اگه بخوایم ایشونو مافیای اورجینال داشته باشیم، اون دیالوگش یادم میاد که بازی ایشونو دوست دارم و با نمکه و ترجیح دادم تو بازی بمونه، این حرف تو رو برای من یه ذره پررنگ میکنه که میتونه مافیا باشه. ولی
شکی بود. تو هم روز اول به شک داشتی؟ الان تنها شهری که مثلا روش پررنگم تویی. خب با حرفی که زدی اون جمله ایشون برام پررنگ شد. مجید باشرقانی رو الان نمیفهممش. همین الان شهر سادم توی شجره رو از اول مشکوک بودم بهش، با حرفی هم که الان زدی ایشون برای من اون جملهش پررنگ شد، یعنی میتونم با تو پشت تو این کار رو بکنم. مرسی. آخرین نفر لطفا. چالش بعد از تو؟ نه صحبت بعد از تو. نه صحبت کنم. بفهمید. نه میخواستم اول صحبت تو رو بشنم بعد ببخشید اگه بشه. بچه ها کارت فیس آف جلوی من نیومده، اما من برای کاری که کردم میخوام که تنبیه کنم خودم رو و رأی شما من باشم. اما دو مافیا در بازی هن. اگر من برم بیرون از بازی کارت خودم رو میدونم چیه. ببینید که چند نفر باقی میمونه. 1، 2، 3، 4 و 5. بسیار اوضاع بحرانی میشه. یعنی یک نفرم شب میزنن و حتما میبازیم. من الان ببین من الان خودم رو در مزان اتهام این میدونم که کارت جلوی من هم در ذهن شماها گذاشته باشه، ولی جلوی من نگذاشت. 1، 2. مهدی دانایی رو من مقصرم در مورد اینکه یک شب من میتوانستم یک رأی بدم و مهدی دانایی بره بیرون و این کار رو نکردم. اما الان نمیتونم بگم من رو تنبیه کنید، به خاطر اینکه کارتم رو میدونم. اگر من برم بیرون میبینید که شهر میبازه. این کارت میتونه جلوی هر کدوم از ما در ذهن هر کدوم از ما باشه که قرار گرفته. اما در مورد سید جواد هاشمی، من سید جواد هاشمی رو گفتم آقا من پا میشم و گردن میگیرم. من سید جواد هاشمی شک نکنید که با کارت مافیایی رفته بیرون، شک نکن. یعنی سید جواد هاشمی وقتی که شو شد شرلوک تونست سلاخیش کنه، وگرنه چرا شرلوک نمی اومد رو شهروندا؟ وا چی بود؟ کدوم یکی از شهروندا رو میخواست سلاخی کنه؟ تو الان تو ذهنت نقش منو تو شهروندا چی داری؟ نقش خودتو من چی دارم؟ رامی چیه؟ شکیب چیه؟ اینا شهرای من بودن. موین چیه؟ خانوم چی بوده؟ پس شرلوکی که بین ماها بوده میدونست و مسجل شد براش که آقای جواد هاشمی مافیاست. ما اگر این اتفاق نمیافتاد، کارت فیس آف نمیافتاد، الان سید جواد هاشمی با رأی بیرون بود یا نبود؟ مافیا داشته میدادیم بیرون. خودت داری میگی با کلینشیت میبردیم. من جزء کسایی هم که مقصر بودم. اما الان هم اگر بخواید من رو تنبیه کنید من اوکی ام. ولی شهر میبازه. خب من چالش گرفتم. تمام شد صحبت. چالنجرشون الان راجب همه من سوسو هم. تو هم راجب من سوسو باش. خب آخرین صحبت مجید شنیدم. مجید خودش داره در واقع میگه که من رو بدهید بیرون. خب از توی این بازی من چیزی که داره تو ذهن من چیده میشه، مهدی دانایی کارتو گذاشته جلوی مجید چون فکر میکنه مجید پلیر خوبیه. خب خودش هم که راضیه که بره بیرون، ولی الان صحبت ایشون هم تموم شد، صحبت من هم تموم میشه، میشینیم همون اتفاقی که مافیا دوست داره داره میفته. میدونی چرا؟ چون به هیچ اجماعی نرسیدیم خانم. درسته کی به شما رأی بدیم یا به مجید باشه؟ شما هم که چالش گرفتی، چالش تو سوزوندی. ببین داره فکت های مافیایی رو شما هم میشینه. اول بلند شدی گفتی گیجم نمیدونم، بعد ایشون بلافاصله به تارگت ازشون چالش گرفتی، تموم کردی سوزون. به کی رأی بدیم؟ به شما رأی بدیم، هم به شما هم به مجید باشقانی. من یک نفر از بین شما دوست عزیز باید امشب برود بیرون، حتی اگر غلط باشه و حتی اگه ما ببازیم. کنستانتین داری؟ من به نظرم کنستانتین به نظرم مرده رفته بیرون. من به نظرم یا مجید یا ایشون. مطمئن بمونه مجید باشه، ولی من برسه به مجید با مجید دست نمیدم. من این خلافش ثابت شد اگه زنده بمونم. سر صحبت خانم بهروز منش بودم، رأی برای ایشون ببینم. سه کافی است. برای آقای کامران ببینم یک کافی نیست. برای رامین جان، برای شکیب جان یک دو کافی نیست. برای معین جان
کافی نیست. یه نمیگی شب مافیا آمد، چرا رأی نمیدی پس؟ مجید جان تک دفاع شد خانم بهروز منش. تعدادتون بچه ها کم، مراقب دست و پاتون باشید. بفهم دیدین چرا عصبانی و ناراحتم؟ به خاطر اینکه به من میگین اورجینال مافیا، بهم بگین فیس آف، بهم بگین فیس آف. It's a game, dear man. Shut me game. اینقدر ناراحت نمیشم. کامران تفتی، من یارم و خودم میام روز یک بولد میکنم فکتاشو میارم، میگم قطعی مافیایی، قطعی مافیایی. بهم بگین فیس آف. میگم خانوم بهاره مافیاست، مهدی دانایی بهت اختار شهروندی دادم، اون یکی مافیا بین رامین راستاد و آقای جواد. انقدر عصبانی هم که بهم میگین مافیا اورجینال که ترجیح میدم برم بیرون. میدونم برم بیرون میبازینا، فقط هم به شما دوتا رأی دادم چون بقیه حداقل شک کردن. شما دوتا انقدر مطمئنین، اب نداره، میبازیم میبازیم. من خودم یکی از مقصرای باختم که به مهدی دانایی مافیا رأی ندادم. به نظرت ما این زنی، من گفتم یارم، به خاطر همین با دلم بهش رأی ندادم. نه، من اگه یارم بود پشتش وای میستادم این کوه، با دل و عقلم وای میستادم، نه فقط با دلم بهش رأی ندادم. امروز رأی میدیم به من شهرمند، میرم بیرون، استعلامم که نداریم، یه شب شب شات میزنن میبازیم خیلی راحت. من که میدونم شما الان قراره به من رأی بدین، درسته؟ خب از تایمم استفاده میکنم یه بازی باهاتون میکنم. یه دقیقه چشماتون رو میبندین، چشماتون رو ببندین، اتفاقی واسهتون نمیفته، اتفاقی نمیفته، از چی میترسین؟ خیلی خب، هر کدومتون چشماتون رو بستین، سعی کنین تو این اتاق رنگ قرمز رو تو ذهنتون بیارین. چشماتون باز کن، الان ذهنت چی میبینه؟ فقط رنگای قرمز رو میبینه، چون ذهنتو قفل کردی رو رنگ قرمز. تو الان ذهنتو قفل کردی که من یه مافیام و قرار نیست ذهنتو عوض کنی، با اینکه تو این اتاق رنگای دیگه ای هم هست. الان بازی تموم میشه، بعد میای به من میگی ذهنتو اشتباه بازی کردی، ولی میفهمی که من سه تا مافیا تارگت کرده بودم، در صورتی که تو سه جوادو بعد از خروجش وقتی فهمیدی شلوغ با نقش مافیا سلاخش کرده کاورش کردی، گفتی شهروند من شهروندو تارگت کردی. هر کدومتون شهروندی به من رأی ندید، بذارین اون دو تا مافیای مونده تو بازی به من رأی بدن. متشکرم خانم. ما با چش باز و بسته و 20 جاری قرمز داریم می‌بینیم. پرسپولیس بله. تمام. ماشاءالله. اصلا دنیا قرمز. ماشاءالله. نمی‌تونستم موقع حقرای هم گرفته می‌شد. کلاً من آبی می‌بینم. رنگ قرمز به چشم نمی‌خوره. چش بسته خدا باشه. همش ما داریم قرمز می‌بینیم. خیلی خوب. رأی خروج به خانم بهروز منش کی میده؟ سرای احتیاج است. یک دو کافی نیست، تو بازی میمونن. بریم برای شب. سه دو یک. خدا مگه داریم یک، شما یک. خیلی باحالیم. بله داریم، داریم. سه دو یک. خواب لطفاً، همه خواب لطفاً. بای 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 بای. خواب لطفاً. بخوابیم ببینین رنگ قرمز میبینین یا بنفش میبینین چی میبینین. بخوابیم دنیا قرمز. بخوابیم. بخوابیم لطفاً. بخوابیم همه خواب. همه خواب. فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. به من بگن که تکلیف امشب چیست؟ دور. متوجه شدم تیم مافیا خواب. فقط دکتر بازی بیدار شه، یک نفر رو نجات بده. Thank you.
متوجه شدم دکتر خواب فقط لئون متوجه شدم خواب هم شهرکی متوجه شدم خواب فقط کنستانتین بازی آیا احضار روح میکند؟ متوجه شدم خواب 3 2 1 روز شما بخیر بالاخره در این بخش پرتلاطم زایمان با تشکر از کادر درمان یک زایمان اتفاق افتاد این نوزاد هی چرخید از پا دست ولی بالاخره به دنیا آمد به دستور کنستانتین بازی آقای علیرضای مهران به بازی برمیگردن پس خانم حوریه و خانم بهار لطفاً بازی رو کامل محبت کنن ترک کنن نوزاد ما اسمش علیرضاست خیلی هم یه اوان اوان کنم خوشم اوان 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 این اوانه خطرناکه واسه ما فیان اوان اوان اومد اومد آه دلم درد گرفت خیلی خودکار سبز دست نیست خودکار سبز چرا خودکار سبز بشین بشین کامران هر زمان تشریف کنی که به طور کامل بازی رو ترکنه بودکار سبز ای بابا خسته نباشید ای بابا خسته نباشید ببخشید خیلی خوب آقای مهران به بازی برگشتن و آقای کامران بازی رو ترک کردن به این بازی سمی اگه ایزا بدین ادامه بدین با چالش آف شکیب سر صحبت بدون چالش من به شما گفتم کارت فیس آف اومده جلوت نشنیدی حرف منو نه؟ احساس میکنم کارت فیس آف جلوی یکی از این دو دوست عزیزم به من میگین اورجینال مافیا بهم بگین فیس آف میگی که مافیا اورجینالی نه؟ فقط گیر دادی بهشون خانم برای من مافیا کاش من جای کامران رفته بودم بیرون به قرآن مجید از مخم ترکید شما و مجید واشقانی مجید واشقانی هم رفت خوشت اون صحبتی که در واقع من سر این داستان به مهدی رأی ندادم بازی جذاب شد قایم شد و گفتش که منو تنبیه کنی خودشو در واقع یه جوری مبرو کرد که من میتونم برم بیرون مجید و خانم زهرای عزیز برای من مافیایید تو رو جان من بابا یارو از من جوشونه واقعا کلا میرفت گناه داشت بابا یه بار گفت گردن بگیرم رینا یه بار دیگه گفت اون رینا گناه داشت واقعا تو رو چی بگم میگن قسم نخورن جیزس کرایست تو رای بدی به یا ایشون یکی به اجماع برسه نفر آخر ایشونه دیگه رای بدیم بره بیرون متشکرم به چرخه چالش نداریم آقا معین بفهمی لطفا یه بازیه تو رو من از روز اول داشتم خب یعنی اگه بخوام به حسم اعتماد کنم اگه بخوام به حس روز اولم اعتماد کنم تو چشمکت چی بود به اون تو رو از روز اولم داشتم مجید و الان تو این لحظه واقعا نمیفهمم تو داداش اگه شهر تو الان اگه تقلایی کنی نمیدونم رامین تو اصلا دست قبل انگار که هیچ نبودی یعنی تو دوری که گذشت هیچ چیزی ازت یادم نیست تو شب گذشته الان ساکتی و ترجیح میدم که حرفی نزنم الان که خواهش میکنم به چرخ لطفا آقای واشقانی در نهایت دستم بالا میارم برای یک کسی دست تو برای من بالا بیار دست تو برای من بالا بیار به خاطر اینکه من گفتم من واقعا فکر میکردم داشتم فکر میکردم نکنه کنستانتین خود علیرضا مهران بوده که نمیاد تو ولی من الان خیالم راحته الان هیچ اتفاقی نمیفته با این چیزی که تو داری تعریف میکنی دستتون برای من بیاد بالا شکیب
من الان تارگت تو هم. به من رأی میدی. دست قبلم رأی دادی. درسته؟ الان به من رأی بده برم بیرون. فقط به من بگو بعد از این که کارت فیس‌آف اومده تو چگونه انقدر شهر شدی که من نیستم؟ منی که خودم گفتم من در مزان اتهامم. تو داشتی بیرون میکردی دیشب، میگفتی به هر شکلی شده از آدمایی که من دارم میگم باید یکی بره بیرون، درسته؟ من پاشدم گفتم من کارت شهروندی دارم، منو بدید بیرون، ولی اگر شهروند بدیم بیرون کارمون پیچیده میشه و میبازیم و میباختیم. من نگران این بودم که نبازیم، ولی تو نگران این بودی که فقط یکی از شهر بره بیرون، حتی اگر شده اشتباه. تو رو خانوم تارگت مافیایی داری؟ داشتی رأی دادی دیگه، گفتی برم بیرون. اگر رامین راستاد هم رأی داده بود خانوم رفته بود بیرون، درسته؟ تو کی انقدر شهر شدی که بعد از کارت فیس‌آف میتونی تعیین کنی من الان تنها شهری که دارم علیرضا مهرانه؟ تو چگونه میتونی بگی که کارت فیس‌آف جلوی من نیومده، اومده جلوی مجید واشقانی، اومده جلوی ایشون و باید به اون کسایی که من میگم رأی بدید و برم بیرون؟ رامین با تو دارم حرف میزنم، دارم با تو حرف میزنم. آیا تو به ضرس قاطع همین الان میتونی بگی که حتی کارت جلوی تو نیومده؟ میتونی بگی؟ نه. میتونی به من ثابت کنی؟ نمیتونی ثابت کنی. رامین تو نمیتونی به من ثابت کنی که کارت جلوی تو نیومده، ولی تو داری میگی آقا باید از این دو نفر یکی بره بیرون. چرا باید بره بیرون؟ موقعی که دو تا مافیا توی اینجا نشستن. این آخرین تقلای منه. و اگر شهر تا همین امشب اگر شهر میباخت با من، اگر شهر من اون شب رأی ندادم و اشتباه کردم به مهدی دانایی رأی ندادم. من اون شب رأی ندادم و اشتباه کردم به مهدی دانایی رأی ندادم. Any man who's responsible for other people. اگر شهر میباخت با من، ولی از امشب دیگه با من نیست. و فکر میکردم کنستانتینمون بیرونه. الان دیگه مهرانم اومد تو. به شرخه بدون چالشه. مرسی که دست و دلتون لرزید به من رأی ندادین. مامین زد یه چیزی بهت بگم. حست راجب شکیب درست بوده، ولی شکیب مافیا نبوده. به نظرم شرلوک بوده. چون تنها کسی که همزمان با من جواد هاشمی رو تارگت میکرد و معتقد بود یار سومشونه فقط شکیب بود. مگه میشه تو دیروز بازی انقدر مطمئن باشی من مافیام که کارت کامران شهروند رو پله کنی و من تارگت بزنی؟ تو اصلا ذهنت همسو با کامران نبود. کامران تفتی معتقد بود من مافیا اورجینالم، واسه همین من عصبانی بودم. اگه تو معتقد بودی من فیس‌آفم که کاملا ذهنت با کامران متفاوت بوده. واسه چی اینقدر مطمئن بودی من؟ شما معتقد بودی من فیس‌آفم. کامران که اینجوری داشت برای من رأی می‌خرید فکر می‌کرد من مافیا اورجینالم. واسه همین من باش دیالوگ می‌کردم، گفتم از دستت عصبانیم. خب تکلیفم با شما که مشخص شد، شما شرلوکی هستین که آقای سید جواد هاشمی رو سلاخی کردین. این در مورد شما. چون امروز بازی هم باز جز من و آقای، یعنی میدونی راحت ترین کار رو انتخاب کردی، گفتی فیس‌آف و جلوی کی میذارن؟ جلوی آقای واشقانی. خب کی میتونه مافیای بعدی باشه؟ زهرا. چرا؟ چون کامران تفتی شوشهروند گفته. اگه کامران دست میذاشت رو آقای رامین قرار بود با آقای رامین تارگت بزنی. اگه کامران تفتی میگفت آقای زندی قرار بود با آقای زندی تارگت بزنی. چون با ذهن و کارت خودت نیست، داری استفاده میکنی از کارت دیگه ای. من نمیخوام از بازی برم بیرون. علیرضا مهران تو شهروندی، تنها شهروند من تویی. من حتی الان راجع به آقای واشقانی هم که دو روزه داره داوطلبانه میگه میخوام برم بیرون اعلام موضع ندارم. اگه علیرضا مهران گفت زهرا بهروزمنش بره بیرون، من میرم بیرون. فقط اگه تو گفتی علیرضا مهران. و اگر شهر باخت من میگم یه بخشیشو من گردن میگیرم. بعد اون روز با آقای دانایی رأی میدادم، یک بخشیشو گردن میگیرم، ولی بقیهشو نه. چون من با همه تون دیالوگ کردم، گفتم من نباید از این شهر برم بیرون. Next. آقای نوزاد. آقا ممنون از کنستانتین. یه بار کار درستی کرد، همین کار بود. ببین خانم بهروزمنش خیلی ساده سلیس، سید جواد هاشمی شهر بازی بوده، مجید واشقانی پشت دست من بازی میکنی، بازی میکنی ما این نزد عزیزم. یه نفر رو میخوام بهتون بگم،
سوسوه من که شهر سدم دیگه عزیزم بازی میکنی؟ شما باید بازی میکردی خودت نصیحت میکنی چرا راجب آقای دانایی این اتفاق افتاده بعد رأی نمیدی؟ مثلا کلپس یعنی چی آخه؟ نمیفهمم رأی میدی؟ به خانوم بهروزمنش تشریف ببرن با احترام میگم موظفین قرار شده پشت دست هم بازی کنید درسته حالا ما این شک داره ولی شما شک ندارید خانم بهروزمنش شلوک بازی بودن رای بید رای بید مرسی حالا ما این هم هر جور که دوست داره تصمیم بگید آخرین نفر مهران چی میگه؟ اگه اون شرلوک بوده که الان باید سفید بوده باشه اگه این سفیده رامین تو میگی اون سفیده بفهم کنستانتین هنوز قابلیت داره دیگه نه دیگه تموم شد تموم شد آورد اون بچه گربه است که چند تا میذار بازی ما یه نمیدونم اینجای کار واقعا بعد فیس آف خیلی سخته شاید هم اشتباه کردم شاید باید به خانم رأی میدادم ندادم نمیدونم اینجای بازی و به خصوص بعد از فیس آف دیگه نمیدونم اما تو که صد شهری دیگه هیچ کدوممون صد شهر نیستیم فقط شمایی ولی علیرضا نمیتونی هم توقع داشته باشی چون ما تو رو صد شهر میدونیم تو آگاهی نداری که بیشتر از ما میدونی فقط شهر صدمونی ولی تو هم با ما چشم بستی با ما چشم باز کردی نمیدونم ولی شاید الان یه بار دیگه برگردیم به عقب من به خانم رأی بدم شاید اشتباه کردم خیلی خوب سر صحبت آقا شکیب بودن رأی دفاع برای شکیب ببینم دفاع میکنم برای معین آقا مجید خانم زهرا خانم زهرا هم دفاع میکنن آقای مهران علیرضا و آقای رامین راستاد بسیار خوب دو عزیز اومدن توی دفاع شکیب و خانم بهروزمنش آیا دوئل میخوام بکنی یا جدا جدا من دوئل میکنم دوئل میکنین پس بیستید 30 ثانیه بعد 1 دقیقه فقط 4 عزیزی که بیرون هستن دوئل میکنین معنیش نیست که شما میتونین اکت بدین ها شما هیچ اکتی نباید داشته باشین بفرمایید شروع کنین خانم 30 ثانیه اول بفرمایید علیرضا مهران مگه معتقد نیستی سید جواد شهروند بوده مگه نمیگی من شرلوکم مگه شرلوک آقای سید جوادو سلاخی نکرده پس من شهروندم این اشتباه اول شما من شرلوک بازی نبودم آقای سید جواد مافیای بازی بوده آقای شکیب شجره شرلوک بازی بوده ایشون رو با نقش مافیایی سلاخی کرده من شهروند اورجینال بودم و شهروند اورجینال هستم الان ذهنت اوکی شد؟ بره اون بر شکیب خانم کارت فیس آف جلوی شما آمده است شاید شما شلوک نبودید ایشون از نظر ذهنی دچار یعنی گیجی و سرگیجی شده بود بخاطر 100% کارت فیس آف جلوی شما اومده و چرا دارم میگم شما منو شروع کردی تارگت کردن از دست قبل چرا چون من به سمت شما در واقع تارگت مستقیم زدم و ایشون برگشت گفتش که شما مافیا اورجینالی من گفتم کارت فیس آف اومده من ذهنم با ایشون فرق می‌کنه ولی گفتم ببین کامران جان من به همراه شما میخوام به ایشون رأی بدم جنس بازی شما خانم عوض شده کاملا من تفاوت بین ریاکشن های دروغ و ادا رو کاملا میفهمم ثانیه بر ریاکشن های من عوض شده چون جنسش جنس بقا تو بازیه تا قبلش من قرار نبوده واسه بقام بجنگم من شهروند بودم وقتی آقای تفتی منو میذاره گوشه روی هی میزنه تو صورتم میگه تو مافیا اورجینال بودی من باید جنس بازیم عوض شه باید عصبانی شم ببین مهران اصلا باورم نمیشه این دیالوگو میگی صبر کن دقیقه تکلیف کارت جواد هاشمی با هم معلوم کنیم شهروند بوده یا مافیا شهروند بوده نمیخوام اصلا حق رأی تو بگیرم شهروند بوده درسته مگه نمیگی زهرا شرلوکه مگه اون روز شرلوک سلاخیش نکرده آقای رامی شما هم گوش کنین آقای مون گوش کنین بعد یه دقیقه آخر با هم شما فقط داری رأی ایشونو میخری این همه آدم دیگه اینجا هستن من شما رو کاملا گردن میگیرم خانم عزیز من تارگت شما بودم و بعدم تارگت مجید واشقانی شدم با هم دیگه جفتیتون به من دیگه رأی دادید دلیل این اتفاق چی میتونه باشه؟ ببین
بحث بقا که داره اتفاق میفته برای شما که داری میگی بخاطر این هستش که شما میخوای مافیا در بازی بماند و ببرید، ولی من این رگمو میذارم اگر بذارم که شما در این بازی بمونید. یک دقیقه آخر بازات رو دارم بهت میگم، بفهم. ببین چرا من مهران توضیح میدم؟ چون تنها شهروندم. من به هیچ کسی جز مهران توضیح نمیدم، چون میگم اگر ایشون اگر ایشون رای نیاورد من اطلاق نقش میکنم اصلا. آزاد با هم صحبت کنم. اصلا من حتما این کارو انجام میدم. این خیلی زشته. یعنی انقدر ایمان دارم و بعدش شما به مجید واشقانی. مهران جان یه جمله بهت میگم. فکت ندارم. یه جمله بهت میگم با همین رای بده. و سرشار از اتفاقاتی هست که داره رود میشه. شما داری شیک میکنی تمام اتفاقاتو. از بهشون داری شیک میکنی. یوسف گمگشته که بازگشتی بکنه. یعنی شما نه به ایشون نه به ایشون نه به ایشون بهش کنون شک نداری. فقط شکی به شجره کارت فیسبوک اومده جلوش. نه آقا چون من به شما دارم حمله میکنم شما داری میریزی روی من. داری شیک میکنی. این فکت مافیایی برای شماست آقا. شما جنس بازی عوض شده از وقتی که این اتفاق. هم من جنس بازی شده هم. بله. دوئل جذابشون رو شاهد بودیم. باید رأی خروج بدین. اول به سرکار خانم بهروز منش رأی خروج که بدین. یک و دو و سه و اون هم چهار. به آقای شکیب رأی خروج که میده. یک. بسیار خوب خانم، ما سه کارت داریم ولی یکیش ذهن زیباست، کارایی ندارد. بله. خب درش میاریم. اون دو کارت افشا و دستبند، همین دوتا مونده برام. بالا پایین؟ بالا. بالا. افشای هویت. افشای هویت. سرکار خانوم زهرای بفرمایید. پدرخوانده بازی. بازی رو ترک میکنم میریم برای شب. یک شب حساس، جذاب و شاید سرنوشت ساز. 3 2 1 خواب 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 خواب. فقط مافیای بازی بیدارشن به من بگن تکلیف امشب چیست؟ این آخرین تقلای منه. این آخرین تقلای منه. شما جنس بازی عوض شده از وقتی که این اتفاق افتاد. آیا دوئل می‌خوام؟ دارم با تو حرف می‌زنم. در بارونگی نهان بنادور. تیم مافیا خواب. فقط دکتر بازی بیدار شد. متوجه شدم دکتر خواب، همه خواب، فقط لئون آیا شلیک میکند؟ متوجه شدم لئون خواب و با بقیه هم کاری ندارم. 3 2 1 روز شما بخیر آقای شکیب شجره و آقای مجید واشقانی، کشته های دیشب ما هستن و با خروج آخرین مافیای بازی شهر بازی و تمام. قصه نباشید خسته نباشید. نه کنستانتین اگر نمی آورد مسئول به هر حکس شد دیگه، چون تو وارد بازی کردی. کنستانتین چی بود؟ چه میدونستم گارد فیسابو میذاری جلو من. ولی تو که شو بودی سید، روان منو به هم ریخت. سید نه بهتر ازدارو کرد. اصلا داشتن میبردن بازی رو اینا، داشتن میبردن. سه تا شهروند مانو شهروند کرده بودن. شما بیرون بودی. اگر
نه تو بودم و ولش کن. موریه رو ما شروع کردیم. ببین هم مهران هم راستاد هم معین هم فقط شجره بود که با من مشکل داشت. شجره من مجید. مجید که دیگه با من بود که شما میموندی و شجره. ما شما رو میبردیم. من تو رو مافیات میکردم. اشتباه کردم. یعنی به مافیا لطمه زدیم. بودی از اول. دلیلش هم اینه. گفتم بله توی این جمع یار فروشی قطعی ممکنه اتفاق افتاد. من شهر شده بودم. من شهر شده بودم. تو زن رانی نشد. این سلاخی کرد منو. همه چی رو خراب کرد. باید به اون کسی که من میگم رای بدید و برم بیرون. یعنی اگر صلاحی نکرده تو هم من شهر داشتی. هیچ کس راجع به شاهکار من صحبت نکرد. من مافیا بودم ولی خوشحالم اینکه شهر داشتی. رأی مهم باعث شده است. رأی چیه مشتی؟ کی تو رو آورد؟ وای آقا من نوکرتم. کی تو رو تا دیر آوردی؟ لامه چرا دیر آوردن؟ نه به موقع بود. مافیا یاد میشه اصلا.